معرفی کتاب. نام کتاب فریب بزرگ قرن ما، دکتر شریعتی، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن. پژوهشی نوین از دکتر سیاوش اوستا. رابی علی بختیاری. ویرایش و بازبینی قاسم قره‌داغی. اردیبهشت 1399. فایل اول تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. صفحه 2. این بار شریعتی ها می آیند، به هوش باشیم. کمتر از یک قرن پیش، وقتی محمد تقی شریعتی از روستای مزینان سبزوار به سوی مشهد به راه افتاد، شاید هرگز گمان نمی کرد که نام او موجب بروز یک انقلاب در ایران خواهد شد. استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، با قامتی بلند و صدایی رسا و اندیشه‌ای پویا برای تحصیل علوم دینی به مشهد آمده بود. در هنگامه‌ای که رضا شاه بزرگ عمامه‌ها را از سر آخوندها برداشت، استاد محمد تقی شریعتی خودش در این راه پیش قدم گردیده و عمامه را از سر برداشته و کلاه شاپو به سر نهاد و کت و شلوار شیک پوشید و دبیر و پس از آن ناظم دو دبیرستان فردوسی و ابن یمین که از معتبرترین دبیرستانهای مشهد بودند شد. استاد محمد تقی شریعتی درباره تفکر مارکسیسم که در هنگامه رشد کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی به مانند سیلی در خاورمیانه و به ویژه ایران روان شده بود، از سوی دیگر دین جهل و خرافه مردم را اسیر خود نموده بود، راه سومی را گشود و آن راه نقد دین و برخورد انتقادی ارشادی با دین بود. پس از این که رضا شاه بزرگ را از ایران خارج کردند و چادر و عمامه را انگلیس آزاد کرد، آیت الله بروجردی از استاد محمد تقی شریعتی خواست تا به لباس روحانیت برگردد. ایشان نپذیرفت و در پاسخ آیت الله گفت: من در این لباس آسوده ترم. به عنوان مسئول تبلیغات انتخاب شدم. آنچه دانستنش در این شرایط لازم و ضروری است آن است که هرچند فرزند استاد محمد تقی شریعتی، دکتر علی شریعتی، شدیداً دین را بهانه قدرتگیری سیاسی نموده و اسلام سیاسی را تقویت نموده برخلاف نظر و اندیشه پدرش، اما شاگردان استاد محمد تقی شریعتی پایه‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق شدند. امیر پرویز پویان، مسعود و مجید احمدزاده که سازمان چریک‌های فدایی خلق را با تفکر سوسیالیستی پایه نهادند، از مریدان و شاگردان کانون نشر حقایق استاد محمد تقی شریعتی بودند. سالها بعد، تو پرانتز سال 57، که کانون استاد دوباره توانست نفسی بکشد، طاهر احمدزاده، پدر مسعود و مجید که از زندان آزاد شده بود و استاندار خراسان شده بود، از سوی استاد شریعتی به عنوان مدیر کانون و من به عنوان مسئول تبلیغات انتخاب شدیم. جدا از این گزینش، من جانم را نیز مدیون استاد شریعتی هستم. بعد از جریان هفت تیر و انفجار حزب جمهوری اسلامی، ما به رسم شادی یک تظاهرات بزرگ چند صد هزار نفری در شهر مشهد ترتیب دادیم و تمامی مغازه‌ها نیز تا ساعت 12 ظهر بسته بودند و در پیشاپیش صف تظاهر کنندگان آقای حسینی مهر شهردار مشهد بود و من توافق آیت الله حسن قمی را هم گرفته بودم. اما از ساعت 12:08 به ناگاه ده‌ها موتور سوار وارد شهر شدند و با رنگ‌های بمبی روی درب مغازه‌های بسته می‌نوشتند:
مرگ بر ضد ولایت فقیه. تا تجار شهر باند حزب الله موتورسوار را دیدند و شعارشان را شنیدند، صف تظاهرات شادی از هم پاشید و همه مغازه ها باز شد و من که بانی تظاهرات بودم مجبور به فرار از شهر شدم. دهم تیر من در تهران بودم. برای خروج از کشور، برای خداحافظی به استاد محمد تقی شریعتی که برای معالجه همسر بیمارش به همراه خودم چند هفته قبل به مرکز رفته بود تلفن زدم. پافشاری کرد تا حتما به خانه ایشان بروم. تمام اعضای خانواده و دوستان من در مشهد بازداشت شده بودم. وقتی از این خبر در خانه استاد شریعتی آگاه شدم، تصمیم گرفتم تا برای آزادی برادرانمان و خواهر خردسالم به مشهد رفته و خودم را تحویل بدم. استاد شریعتی با عصبانیت تمام مخالفت کرد. 2 ماه مرا در خانه اش پناه داد. هر شب شخصیت‌های بالای رژیم از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا وکلا و غیره به خانه استاد می آمدند تا او را راضی به همکاری با نظام کنند و او همیشه جواب منفی می داد. تمام این مدت‌ها من مجبور بودم در اتاقک آخر راهرو آپارتمان استاد در تهران درب را از داخل ببندم و نفسم را در سینه حبس کنم تا مهمانان از محضر استاد خارج شود. استاد محمد تقی شریعتی جان مرا نجات داد. همسر بیمار استاد در تهران درگذشت و از دنیا رفت. استاد میبایست به مشهد بازگردد و مایل نبودم تا به خاطر من ایشان با آن اندوه و دردهای فراوانی که داشت در آپارتمان کوچکش در تهران بماند. با تغییر چهره به همراه دوستان ایشان را به ایستگاه قطار تهران برده و راهی مشهد کردیم و چند روز پس از آن من از کشور خارج شدم. آری، بدین سان بود که استاد محمد تقی شریعتی جان مرا نجات داد. البته می باید سپاسگزار روان دکتر باهنر هم باشم. دکتر باهنر که نخست وزیر شده بود رابطه بسیار خوبی با من داشت و از کودکی همواره مرا به شجاعت و درایت و فراگیری دانش تشویق می کرد. برایش پیغامی فرستادم که اگر هنوز ابهت قدرت شما را نگرفته است و نمی خواهی که من مفتکی شهید بشوم، کمک کن تا از ایران خارج شوم. برای من پیغام فرستاد که من با این بازداشت ها و اعدام ها مخالفم. به شخص امام هم گفتم، اما هنوز درست و حسابی جا نیفتادم تا بتوانم آزادانه عمل کنم. البته بعد از چند روز او هم کشته شد. مدارکی برای من و 2 نفر از همراهانم داخل پرانتز آقایان الف و شین تهیه کرده و توسط فردی مطمئن به من رساند. روز بعد در فرودگاه بودیم تا سوار هواپیما بشویم. وقتی همه دربها را پشت سر نهادیم، فردی مرا صدا زد. به پشت سر نگاه کردم. آمد رو در رویم ایستاد و مرا به اتاق دادستانی برد. مرا شناخته بود، اما در نگاهش خواندم که شک داشت. با آن 2 نفر همراهم که یکی از آنها شهره شهر بود و برادر لاجوردی او را به خوبی می شناخت، کاری نداشت. تا شروع به پرسش و پاسخ کرد، من محکم زدم روی میزش و گفتم آقا جان، بهت میگم که عوضی گرفتی. زنگ بزن به نخست وزیری، از نخست وزیر بپرس. ما مأموریت داریم و نباید هواپیما را از دست بدهیم. گوشی تلفن را برداشت و 2 شماره گرفت. در شماره گیری 2 گفت قربان، لاجوردی هستم از مهرآباد. امروز مسافر دارید؟ بله بله، برای خروج. پاسخ آن سوی خط مثبت بود. مدارک مرا پس داده و عذرخواهی کرد و گفت شما عجب شبیه یک بچه مشهدی هستید که ما دنبالشانیم. به او گفتم برو مشهد دنبالش بگرد. استاد با سیاسی کردن دین شدیداً مخالف بود. باری استاد شریعتی برخلاف فرزندش که معلم انقلاب اسلامی ایران نام گرفته با سیاسی کردن دین شدیداً مخالف بود.
این مخالفت در آثار دکتر شریعتی به ویژه در دو کتاب گفتگوهای تنهایی به چشم می‌خورد. هرچند همین مخالفت را دکتر با همسر نازنینش سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوی هم داشته است. امروزه دو دختر و یک پسر دکتر شریعتی نیز بران هستند تا از این اسلام سیاسی در داخل ایران و خارج دفاع کنند و شریعتی را معلم انقلابی ناتمام و اسلامی بدانند. مونا دختر کوچک شریعتی که مثل دو خواهر دیگرش از ادبیات و نگارش و گویش شگفت‌انگیزی برخوردار است، از کودکی کاری به این کارها نداشت، اما آن نازنین‌های دیگر چند سالی است که به برکت جامعه مدنی اسلامی شده خامنه‌ای خاتمی به ایران رفتند و نقش مهم و مؤثری در سیاسی نگه داشتن اسلام در ایران دارند. این نازنین‌ها آنگونه که در پی فرصت و امکان هستند که حتی حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری را هم به حساب خودشان و دکتر شریعتی گذاشتند، غافل از آن که هر کس سخنرانی دکتر آقاجری را بخواند و گوش کند در می‌یابد که سخنان آن نازنین نیز به زبانی دیگر مثل نوشته اخیر سید ابراهیم نبوی ضد اسلام و ضد تفکرات دکتر علی شریعتی است. سرکار خانم سارا شریعتی طی یک سخنرانی در دانشگاه تربیت معلم تهران مدعی شدند که سخنرانی دکتر هاشم آقاجری ملهم از آراء شریعتی بود و خواهر نازنین ایشان خانم سوسن شریعتی نیز طی یک سخنرانی در انجمن اسلامی دانشکده امور اقتصادی تهران گفتند که شریعتی به جدایی دین از سیاست اعتقاد نداشت. یعنی فرمایش سوسن عزیز ناقض سخن سارای نازنین است و سخن هر دوی اینها مخالف با آنچه دکتر آقاجری گفته است. دکتر آقاجری نه تنها به دکتر شریعتی معلم انقلاب اسلامی ایران و مبتکر امت و امامت و امامت مدرن یعنی ولایت فقیه و دینی بودن سیاست و غیره استناد نکرده و ملهم از ایشان نبوده است، بلکه نطق آن مرد بزرگ بر اساس نوشته روزنامه رسالت در صفحه اول 10 شهریور ماه 2 سال پیش ملهم از کتاب دینداری و خردگرایی بوده است. در حکم تجدید نظر دادگاه در مورد اعدام دکتر هاشم آقاجری آمده است. آقاجری ضروریات اصل اسلام را صریحا انکار کرده است. عدم اعتقاد به توحید و نبوت و آخرت را اقرار نموده است. درباره اسلام با تمسخر حرف زده است. اسلام را تحقیر و تضعیف و توهین نموده است. هرچه امروز به نام اسلام مطرح است را نادرست شمرده است و آنها را کهنه شمرده و تحقیر نموده است. اسلام را منسوخ، ارتجاعی، سیاه و تاریک خوانده است. ضرورت تغییر اسلام را طلب نموده است. احکام نورانی اسلام را از قبیل اجرای مراسم خطبه عقد، نکاح و ازدواج شرعی را مسخره و انکار نموده است. تقلید از مجتهدان را عملی میمونوار دانسته است. دین را علت العلل عقب ماندگی جامعه معرفی کرده است. دین را منحد دانسته و گفته است این چه دینی است که شکنجه انسان را توجیه می کند. جایگاه روحانیت و اجتهاد و مجتهد را انکار کرده است. و نقطه چین. خب این ادعای دادگاه است علیه دکتر آقاجری که تماماً ضد افکار و اندیشه ها و تفکرات دکتر شریعتی است. کسی که به مبلغ ولایت فقیه با عنوان امامت و نبرد مسلحانه و عملیات خشن و تروریستی با بهره‌وری از نشانه‌های اسلامی و غیره بوده است و فرزند خود آن مرحوم سوسن عزیز همین چندی پیش طی سخنرانی خود در تهران تأکید کرده است که شریعتی به جدایی دین از سیاست اعتقاد نداشت، یعنی اعتقاد به دین سیاسی داشت. خب چطور می شود مدعی شد که اندیشه
و گفتار دکتر هاشم آقاجری که از حرفهایش بوی خردگرایی و لائیسیته و جدایی دین از سیاست می آید و تحقیرآمیز از دین یاد کرده است ملهم از دکتر شریعتی است. البته من مدتها پیش نوشتم که جمهوری اسلامی با به ایران بردن فرزندان نازنین دکتر شریعتی در نظر دارد تا روحیه دینی و دین سیاسی را در کشور بالا ببرد و دقیقاً در راستای همین مسئله است که این عزیزان که به اصطلاح سالها در خط سرنگونی نظام اسلامی بودند زیرا که شریعتی را کنار گذاشته بود حالا در اینجا و آنجای کشور سرگرم سخنرانی و توجیه و تشریح دین سیاسی هستند و شخص آقای خامنه ای و مرکز مطالعات رهبری برنامه های دراز مدت و گسترده ای را برای این بچه های نازنین طرح‌ریزی نمودند تا آن شور و شوقی که دکتر شریعتی در میان جوانان بدبخت دور اصل پیش آفرید و آنها را مذهبی کرد اینک فرزندان نازنینش این مهم را به انجام برسانند، زیرا اسلام سیاسی حاکم بر ایران به خون فکری تازه‌ای نیازمند است. چه کسانی بهتر از فرزندان مردی که کلامی ساحرانه داشت و ذوقی سرشار برای افسانه پردازی و خورشید نمایاندن یک گردو؟ در روزهای آینده شاهد تلاش‌های گسترده‌تری از سوی فرزندان شریعتی در ایران خواهیم بود. البته ایرانی دیگر در چاله های گذشته نخواهد افتاد، اما با همه اینها باید به هوش بود و از دیگران خواست تا مانند نبوی ها و راشدان ها به نقد افکار و اندیشه ها و شخصیت کسی بپردازند که اصلی ترین عامل قدرتگیری این اسلام سیاسی بود. پسر دکتر شریعتی به من گفت اگر پاسبان می داشتیم ترتیب شما را می دادیم. بیست سال پیش وقتی در کلیسای محله چینی های پاریس طی یک سخنرانی با عنوان فراتر از شریعتی برای نخستین بار او را به نقد کشیدم، پسر دکتر شریعتی به من گفت اگر پاسبان می داشتیم جلو شما را می گرفتیم یا ترتیب شما را می دادیم. پرسیدم چرا؟ گفت نقد شما و طرح فراتر از شریعتی یعنی بستن دکان و تشکیلات ما و این بچه های نازنین که مثل پدرشان هیچ اعتقاد و باوری به دین و سنن آن ندارند اما برای روشن نگاه داشتن چراغ دکان پردرآمد بنیاد شریعتی از هر مسلمانی مسلمانتر خواهند شد. با همه اینها بسیار خوشحال و خرسندم که راه 20 سال پیش ما امروزه توسط مردانی بزرگ و شجاع چون هاشم آقاجری دنبال می شود. زیرا به نقد کشیدن دکتر شریعتی توسط کسانی که روزی خود را یار و همراه او می دانستند کارسازتر است تا کاری که دیگران انجام بدن. علی شریعتی با بورس شاهنشاهی دانشجوی هاجیولوژی در پاریس. اکثر سازمان‌های اطلاعاتی جهان به ویژه سازمان سیاسی آمریکا هرگز نتوانست آن گونه که باید خاورمیانه و به ویژه ایران و روحانیون و انقلاب اسلامی را بشناسد. از همان روزهای نخست انقلاب جنبش‌های مختلفی برای صدور انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد، از جمله سازمان انقلابی توده‌های جمهوری اسلامی داخل پرانتز ساتجا به رهبری محمد منتظری که در هنگامه دولت مهندس بازرگان شاهد بخشی از عملیات این سازمان در جهت صدور انقلاب و دلارهای نفتی ایران به لیبی و لبنان بودیم. گروه دیگر سازمان جنبش‌های آزادی بخش جهان اسلام بود که توسط مهدی هاشمی رهبری می شود. هرچند هر دو رئیس این سازمان ها کشته شدند، اما بدون شک پیکره محکم این تشکیلات که در نقاط مختلف کشور دفاتری با بودجه های هنگفتی داشتند بر جای ماند. کتاب شهادت و کتاب پس از شهادت.
یکی از اصلی ترین سلاح‌های این سازمان‌ها در جهت صدور انقلاب اسلامی افکار دکتر شریعتی بود و به ویژه دو کتاب او که به ده‌ها زبان جهان ترجمه و به طور رایگان در دسترس همه قرار گرفته و می‌گیرد. کتاب شهادت و کتاب پس از شهادت. این دو کتاب در اصل دو سخنرانی از دکتر شریعتی بود که در همان سالها بر روی کاغذ پیاده شده و نقش بسیار مهمی در ترویج و تشویق مرگ مقدس و شهادت طلبی شیعی اسلامی داشته است. همان تأثیر و شیوه‌ای را که از این دو نوشته در سقوط محمد رضا شاه بهره بردند به سایر کشورها نیز منتقل نمودند. تمامی کسانی که امروز در گوشه و کنار جهان با نام اسلام عملیات انتحاری انجام می‌دهند بدون شک این دو کتاب سحرآمیز را خواندند. اما واقعا دکتر علی شریعتی که معلم انقلاب اسلامی ایران لقب گرفت و امروز نیز همچنان رژیم اسلامی در تلاش است تا به گونه‌ای دیگر او را زنده نموده و نوعی دیگر از اسلام را در ایران تبلیغ کند و همو بزرگترین سرمایه حاکمان ایران برای صدور انقلاب اسلامی بوده و هست، کیست؟ علی شریعتی در سال 1312 در روستای مزینان واقع در حومه سبزوار به دنیا آمده و در نوجوانی با نهضت خداپرستان سوسیالیست به رهبری محمد نخشب آشنا شده و پس از آن در کانون نشر عقاید دینی پدرش فعال شده و کتاب مکتب واسطه را نوشته که برای نخستین بار اسلامی سیاسی به جای یک باور میانه داخل پرانتز کمونیسم و سرمایه‌داری در میان باورمندان دینی مطرح شد. علی شریعتی عاشق خانم بی بی فاطمه شد. در سال 1334 در دانشگاه تازه تأسیس ادبیات مشهد دانشجو شد و در همان کلاس درس بود که عاشق خانم بی بی فاطمه شریعت رضوی شد و دو سال و نیم دوید تا توانست رضایت همکلاسیش را برای ازدواج به دست بیاورد. آقای علی اکبر شریعت رضوی از تجار مشهور و معتبر مشهد و همسرش خانم آقا حسینوف 7 فرزند داشتند که هر یک از آنها یک اسم اسلامی داشته و یک اسم ایرانی. این دو نازنین انقدر مهربان و دوست داشتنی هستند و با وفا بودند که هرگز من به خودم این اجازه را ندادم تا از آنها بپرسم کدام یک هوادار نامهای ایرانی و کدامین هوادار نامهای عربی برای فرزندانشان بودند. مثلا همسر دکتر شریعتی در شناسنامه بی بی فاطمه بوده است که همه ما ایشان را به نام پوران خانم می شناسیم و علی اصغر فرزند بزرگ خانواده شریعت رضوی که با درجه ستوانی یکمی در جنگ ایران و روس سال 1320 جان باخته است نام ایرانیش طوفان بوده است و از همه زیباتر آذر شریعت رضوی است، جوانی که به همراه دو تن از دوستانش در سال 1332 در هنگامه سفر نیکسون به ایران در تظاهرات کشته شد و روز 16 آذر به یاد آن سه نفر روز دانشجو نام گرفت و خیابان 16 آذر در تهران نیز به یاد مهدی شریعت رضوی است که همین مهدی نیز در خانه به نام ایرانی آذر خوانده می شده است. خانواده شریعت رضوی، همسر دکتر شریعتی، بسیار مترقی و مدرن و بدور از خرافات و تفکرات مذهبی بودند. پدر این خانواده، آقای علی اکبر، انسانی شوخ‌طبع و بسیار فهمیده بود. به گونه‌ای که حتی وقتی بالای 60 سال عمر داشت، مثل یک جوان 20 ساله، اهل بگو بخند و شوخی و شادبودی بود. همسر ایشان خانم آقا نیز چیزی از شوهرش کم نمی آورد. در مهربانی و بزرگ منشی، هنوز که هنوز است من پتوی پلنگی که تقریبا 18 سال پیش به عنوان سوغات برایم به پاریس آورد را بیادگار
نگه داشتم. به ایشان گفتم چرا چون این هدیه سنگین و بزرگی؟ و ایشان با خنده به من پاسخ داد که هم رنگ پلنگی او را می دانم که دوست داری و هم می دانم که چون این پتوهایی در پاریس پیدا نمی شد. باری علی شریعتی وقتی عاشق پوران شریعت رضوی می شود، پوران یک ستاره است و خانواده او نیز به خاطر آذر در میان تمامی ایرانیان و روشنفکران مشهور و شناخته شده. پوران در سال 1334 در کنکور شرکت نموده و در رشته ادبیات و زبان فرانسه قبول می شود و یک سالی را در تهران درس می خواند. اما به علت دوری از خانواده به مشهد بازگشته و در دانشکده ادبیات ثبت نام می کند و این شانس علی شریعتی است که روزی به بهانه در اختیار گذاشتن چند کتاب تاریخی با پوران جوان که فقط چند ماهی از او جوانتر است آغاز سخن می کند و خیلی زود خاطرخواه شده و عشق می نمایاند. فریب بزرگ قرن ما دکتر شریعتی از دکتر سیاوش اوستا، فایل دوم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayebuf.com صفحه 6. پس از 2.5 سال شریعتی به آرزو و عشق خود میرسد. خانم پوران که دختری مدرن و بدون چادر و روسری بود، امکان این وصلت را میسر نمیداند، زیرا که دوستان و فامیل به او توصیه میکنند که تو نمیتوانی عروس خانه استاد محمد تقی شریعتی بشوی بدون اینکه حجاب اسلامی را بپذیری. خلاصه 2.5 سال میگذرد تا شخص استاد محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، از جریان با خبر می شود و خودش به خانه آقای علی اکبر و خانم آقای شریعت رضوی رفته و می گوید غلط کرده است، هر کس گفته است که شرط ما برای عروس محجب شدن پوران است. خلاصه علی شریعتی به آرزو و عشق خود می رسد و با خواهر آذر شریعت رضوی، قهرمان دانشجویان آن زمان ایران، ازدواج کند. پس از چندی علی شریعتی از یک بورس دولت شاهنشاهی برای تحصیل در خارج از کشور برخوردار می شود. علی شریعتی پاریس را انتخاب کرده و همسرش را در حالی که فرزندی در شکم دارد در ایران گذاشته و برای تحصیل به پاریس می رود. شریعتی در پاریس است که خانم پوران زایش فرزندشان در آیندهی نزدیک را به او خبر داده و از علی شریعتی می خواهد تا نامی برای فرزندشان در صورتی که پسر باشد انتخاب کند. اسمهایی که علی شریعتی بر کاغذ می نویسد ولی هرگز به تهران پست نمی شود، ستار، محمد، شهاب و قربان علی است. اما این بچه شانس بیاورد و نامه پدرش هرگز پست نمی شود. اما دایی او دکتر رضا شریعت رضوی که پزشکی خیر و انسان دوست و مهربان است، نام احسان را برای نوزاد انتخاب می کند. پس از چندی پوران خانم هم به شوهرش در پاریس می پیوندد و او نیز برای دوره دکترا ثبت نام می کند. علی شریعتی پیش از این که به درس و بحث بپردازد با گروه‌های سیاسی ضد رژیم پادشاهی همکاری می‌کند و با همه آنچه می‌نویسد و می‌گوید در هنگامه وفات مادرش به ایران می‌آید و به هیچ وجه نیروهای امنیتی ایران مزاحم رفت و آمدش نمی‌شوند و او پس از مراسم 40 مادرش با پروازی که بلیط‌هایش توسط خانم آقای شریعت رضوی خریداری شده است
به پاریس برمیگردد. رساله علی شریعتی با پایین ترین درجه پسیبل، یعنی قابل قبول پذیرفته شده بود. جالبی قضیه این معلم انقلاب اسلامی جهانی در این است که رشته تحصیلی وی تا کنون به درستی بیان نشده است، زیرا خود دکتر علی شریعتی نیز در شرح حال خود که در کتاب گفتگوهای تنهایی با قلم خودش نوشته است واقعیت را ننوشته است. در صفحه 2 مجموعه آثار شماره 33 دکتر شریعتی درباره خودش می نویسد: در خرداد 1338 از طریق اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشگاه ها به پاریس رفت و در آنجا تا سال 1343 به اخذ درجه دکترا در تاریخ تمدن و دکترا در جامعه شناسی و طی دوره مدرسه تتبعات عالیه وابسته به دانشگاه سوربن در رشته جامعه شناسی مسلمانان به ریاست پروفسور برگ نائل آمد و مدتی در مرکز ملی اسناد و اطلاعات فرانسه به عنوان محقق کار می‌کرد و به گفته خود بیش از این همه آنچه فرا گرفتم و به ویژه آنچه شدم در خدمت پروفسور لوی ماسینون بود که شرق و غرب را در خود جمع داشت. نسخه منحصر به فرد کتاب فضائل بلخ را در آنجا تصحیح کرد. در این چند خط دکتر شریعتی خود را برخوردار از 3 رشته تحصیلی و 3 دکترا می داند. در صورتی که اولا ایشان در هیچ یک از 3 رشته بیان شده تحصیل نکرده و دوم این که ترجمه کتاب فضائل بلخ تنها رساله ایشان بوده است. هاجیولوژی رشته تحصیلی شریعتی. رشته تحصیلی دکتر شریعتی چنانچه در کتابخانه دانشگاه سوربن پاریس موجود است، هاجیولوژی یعنی حاجی، شیخ، ملا شناسی و یا به نوعی مقدس شناسی بوده است، یعنی رشته‌ای که درباره بیوگرافی شخصیت‌های مذهبی کار می‌کرده است. دکتر جلال متینی، دوست مهربان و فرهیخته که در آن هنگام رئیس دانشگاه مشهد فردوسی بوده است، مشخصاً در این باره می‌گوید: کتاب فضائل بلخ چند سال پیش از انقلاب اسلامی به تصحیح عبدالحی حبیبی، دانشمند افغانی در ایران چاپ شد. این کتاب یک متن سنگین فلسفی یا ادبی نیست که ترجمه آن کار هر کسی نباشد، بلکه متن بسیار ساده است در شرح احوال بزرگان شهر بلخ که مؤلف درباره هر یک از آنان حداکثر چند صفحه‌ای نوشته است، از فقیه و محدث و غیره. ژیلبر رازار، استاد راهنمای شریعتی، در تألیف و تدوین این رساله دکترا بوده است. ما در مشهد در دوره لیسانس رشته‌های مختلف سالها بود که ترجمه را از عربی یا فرانسه و انگلیسی به زبان فارسی به عنوان رساله دوره لیسانس نمی‌پذیرفتیم، چون متوجه شده بودیم که بعضی از دانشجویان رند 50 تومانی به طلاب مدارس قدیمی مشهد می‌دادند و حضرات برایشان ترجمه می‌کردند. دکتر جلال متینی ادامه می‌دهد که رساله دکترای دانشگاهی دکتر شریعتی ترجمه خلاصه یک فصل از نسخه خطی کتاب فارسی فضائل بلخ به زبان فرانسه بود. با توجه به مدارک تحصیلی او موجب تعجب ما شد نامه‌ای محرمانه از دانشگاه ادبیات مشهد به دانشگاه پاریس نوشته شد درباره سوابق تحصیلی شریعتی. جوابی که از دانشگاه پاریس آمد به خط اعضای جوری دفاع رساله دکتر شریعتی خلاصه آن این بود که این رساله قابل قبول نیست. داخل پرانتز، در حالی که دانشگاه پاریس تا آن زمان رسالات بی سر و ته بسیاری را برای درجه دکترای دانشگاهی پذیرفته بود، پرانتز بسته،
ولی چون نویسنده رساله با بورس دولت ایران مشغول تحصیل بود و امکان تمدید بورس نیز برایش وجود نداشت، رساله را پذیرفتیم. آن هم با پایین ترین درجه، یعنی پسیبل، قابل قبول. دکترای دانشگاهی دکتر شریعتی در رشته هیستوری، تاریخ هم نبود، بلکه دانشگاه پاریس او را دکتر در رشته هاجیولوژی، هاجی شناسی شناخته بود که چیزی می شود معادل شرح حال قدیسین یا بیوگرافی. ولی اداره ارزشیابی مدارک تحصیل خارجی وزارت آموزش و پرورش بر طبق چه ضابطه‌ای این کلمه را به طور مطلق تاریخ ترجمه کرده و دکتر شریعتی را دارای درجه دکترای دانشگاهی در رشته تاریخ معرفی کرده بود، خدا داناست. پاسخ پایانی دکتر جلال متین را با استناد به نامه‌ای از دکتر شریعتی می‌توان داد. از قرار معلوم آن ضابطه‌ای که دکتر جلال متینی از آن بی‌خبر است، پارتی بازی است. یعنی بر اساس نامه‌ای که از نظرتان خواهد گذشت، متوجه می‌شویم که دکتر شریعتی ماه‌ها در تهران در حال رفت و آمد بوده است تا این تاریخ را به جای هاجیولوژی در ترجمه مدارک تحصیلی خود جا بدهد. گیوم باز خدمت جای خالی سنوپچین سلام عرض می کنم. امروز نامه شما را پس از رسیدن دکترای پوران زیارت کردیم و خوشحالیم دوچندان شد. به حمدالله یکی از بزرگترین غمهای ما به لطف خدا و نیت شما و کوشش کاظم آقا و توصیه دکتر فلاطوری و غیره برطرف شد که یک دنیا خدا را سپاس می گذاریم. کرامتی هم شد و آن این که پس از نامه آقا علی محمد آقا که نوشته بودن باز پس از تصویب اصل تصویب نامه گم شده و از پرونده مفقود شده. پوران یک گوسفندی نذر کرده و کشت و در همان ضمن که گوشتش را داشتیم برای خانواده های فقیر قسمت می کردیم، دکترا رسید و پس از ناامیدی ناگهان غرق امید شدیم که باز هم از خدا ممنونیم. گیوم بست. البته در پی پژوهش هایی که بعداً به آن خواهیم پرداخت، دکترای خانم پوران شریعت رضوی به علت خواهر آذر شریعت رضوی بودن گیر کرده بود. اما دکترای علی شریعتی، چنانچه دکتر جلال متین شرح داد، به خاطر عدم پذیرش آن بر اساس مقررات دانشگاهی در مشهد بود. شایان یادآوری است در صورتی که دکتر علی شریعتی رساله‌اش با پایین ترین درجه قابل قبول پذیرفته شده بود، رساله همسر او سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوی با بالاترین درجه، یعنی ترس هونوریبل داخل پرانتز افتخارآمیز، توسط دانشگاه سوربن و در رشته تاریخ و ادبیات پذیرفته شده بود، پیش از این که دکتر شریعتی موفق شود با مداخله افراد بسیاری مدرک پاریس خود را در ایران به تصویب برساند، در مدارس مشهد و حومه به عنوان معلم انشا و دیکته فارسی فعالیت می کرده است. من شاهد احضار روح توسط شریعتی بودم. شخصیت پرستی و بت‌سازی افراد و شخصیت‌ها تا 25 سال پیش یک پدیده متداول در جهان سوم و به ویژه ایران ما بود. اما طی این سالهای اخیر نه تنها کمتر کسی توانست بت شود، که مرتب هر شخص و آدمی که احتمال بت شدن را داشت به گونه‌ای ترور شخصیت شد. دکتر علی شریعتی یکی از آخرین شخصیت‌های نیم قرن اخیر ماست که آنچنان به ناگهان در میان جوانان آن دوران رشد کرد که برای همه غیر منتظره بود. علی شریعتی که در جوانی تنها عشق و علاقه اش به شعر و شاعری بود،
آنچنان شیفته این کار بود که مرتب برای شخصیت‌های آن دوران شعر می‌سرود. شریعتی برای محمد نخشب، دکتر محمد مصدق و حتی مهندس معین فر که هم اکنون در غیر حیات است، شعرهای ستایش‌آمیز بسیاری سروده است. البته هنگامی که خانواده دکتر شریعتی تصمیم به جمع آوری مجموعه آثار او گرفتند، انتشار هر نوع شعری را از وی ممنوع نموده و بر این باور بودند که اشعار علی شریعتی در مدح افراد معاصر از قداست و شخصیت انقلابی او که در چند سال آخر حیاتش برایش آفریده شده بود خواهد کاست. به همین دلیل در 30 جلد کتاب که با عنوان مجموعه آثار شریعتی منتشر شد، هرگز کتابی و شماره‌ای به اشعار او اختصاص نیافت. تعداد کتاب‌هایی که خود علی شریعتی نوشته بود و یا ترجمه کرده بود به 10 هم نمی‌رسد و این 36 جلد کتابی که با عنوان مجموعه آثار توسط مجید شریف، یکی از قربانی‌های قتل‌های سیاسی، محمد رضا شریفی نیا، هنرپیشه کنونی سینمای ایران و امیر رضایی منتشر شده است، اکثراً برگرفته از 200 نطق‌ها و سخنرانی‌های دکتر شریعتی در محافل عمومی و نشست‌های خصوصی است و اندکی نیز دست نوشته‌های وی که به طور پراکنده اینجا و آنجا به دست آمده بود. اگر ماها بخواهی مجموعه آثار خود را به طور کتاب پیاده کنیم. روزی به علیرضا میبودی میگفتم اگر هنگامی ماها بخواهی مجموعه آثار خود را به صورت کتاب پیاده کنیم، با احتساب هزاران ساعت برنامه رادیویی، علیرضا میبودی و سیاوش اوستا برخوردار از چندین هزار جلد کتاب خواهند شد، آن هم با موضوعات متفاوت و با گفتگوهای مختلفی با افراد و شخصیت‌های ایرانی و یا جهانی. باری پس از اینکه علی شریعتی موفق می‌شود تا مدرک هاجیولوژی را به زور پارتی بازی در تهران به تصویب برساند و آن را هم ردیف تاریخ بنماید، به عنوان استادیار در دانشگاه مشهد شروع به کار می‌کند. اما بر اساس اسناد دانشگاه مشهد، دکتر شریعتی به طور بسیار نامنظم در دانشگاه حاضر می شده است. به گونه ای که دکتر جلال متینی سال 1349 طی اختاریه به دکتر شریعتی می نویسد: شما در این مدت به جای 59 ساعت فقط 21 ساعت در دانشگاه حضور به هم رسانیده اید. در صورت ادامه این روش، دانشکده ناچار است در مورد غیبت‌های شما پس از این بر طبق مفاد پیوست شماره 18 آیین‌نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مشهد اقدام کند. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی جلال متینی. علی شریعتی که به علت تحصیل در دانشسرا نتوانسته بود به راحتی به دانشگاه برود، شبانه درس خوانده و دیپلم گرفته بود و دانشجوی دانشکده ادبیات مشهد شده و پس از بورس تحصیلی شاهنشاهی به مشهد آمده بود. هیچ ترس و دلهوره و انتقادی به این که با دولت شاهنشاهی در هر زمینه همکاری بکند نداشت. به هفته 1 ساعت در رادیو مشهد کار میکرد. برای وزارت اطلاعات و جهانگردی دولت شاهنشاهی کار میکرد و کتاب راهنمای سیاحتی استان خراسان را نوشت که همین کتاب نیز از سوی خانواده‌اش تحریم گشته و وارد لیست مجموعه آثار او نشده است. بالاخره وی به عنوان کارشناس کتب درسی برای وزارت آموزش و پرورش و زیر نظر دکتر بهشتی، دکتر باهنر و برقعی کار می‌کرده است. با شروع همکاری های استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، با حسینیه ارشاد تهران، علی شریعتی نیز پایش به تهران باز می شود و با حفظ کارمند بودن در دانشگاه مشهد
به طور موقت خودش را به تهران منتقل می کند تا در بخش تحقیقات وزارت علوم کار کند. علی شریعتی به گفته پدرش قلم و زبانی ساحرانه داشت. بسیار قادر و توانا بود که از هیچ کوهی برفی بسازد و همه را شیفته خود کند. اما تناقض و غیر علمی بودن در نوشته‌ها و گفته‌هایش بسیار ملموس بود. حتی همین دیروز دختر وی طی نطقی در تهران اعتراف کرد که حرف‌های دکتر شریعتی جمع نقیضین است. همزیستی وجوه متضاد در تفکرات شریعتی. تنوع و تکثر سرگیجه آور. از درون افکار او صد جور آدم منتسب به وی بیرون می آید. شریعتی چند جور آدم در آن واحد است. جالب این است که آقای قوچانی نیز در نوشته‌ای تقریبا همین حرفا را درباره شریعتی می زد. ما هر چه بخواهیم از فکر شریعتی می توانیم در بیاوریم. مدافع انقلاب اسلامی، پیروی از اصلاحات، حکومت دینی، ترور و مبارزه خشونت آمیز، سکولاریسم و عرفان. مورد بعدی، همه گروه ها می توانند هوادار او باشند چون نهضت آزادی، مجاهدین انقلاب، داخل پرانتز حتی به نظر من مجاهدین خلق، انصار حزب الله و ملی مذهبی ها همه خود را هوادار شریعتی می دانند. و همین آقای قوچانی ادامه می داد که 1. باب نقد شریعتی از سالها پیش در ایران باز شده است. 2. تجلیل از شریعتی نه، بلکه تحلیل آثار او چنانچه دکتر سروش گفته است. 3. شریعتی گراها روحانیت را به قدرت رساندند و باز هواداران او همانها را ترور کردند. 4. شریعتی گراها گاهی اسلامگرا و گاهی ملیگرا و گاهی دموکراسی ستیز و گاهی جمهوری خواه هستند. 5. روشنفکران جدید جدیترین منتقدان شریعتی بوده و هستند. واقعا این همه برداشت متضاد در تفکر شریعتی یعنی چه؟ پاسخ آن را کسانی دارند که از نزدیک با او آشنا بودند. شریعتی هرگز یک اندیشه پایه‌ای و استوار نداشت. خود او نمی دانست که چه می خواهد. فقط خوب حرف می زد و می توانست ساعتها حول یک موضوع صحبت کند بدون آن که به خود آن موضوع بپردازد. مثلا کتاب فاطمه فاطمه است یک سخنرانی 2 ساعته از اوست که درباره به اصطلاح فاطمه زهرا ایراد شده است. حالا شما بروید از اول تا آخرین کتاب را بخوانید. ببینید ذره اطلاعات و آگاهی درباره فاطمه زهرا به شما نمی دهد. ایشان کی و کجا متولد شدند؟ در چند سالگی ازدواج کردند و در چند سالگی فوت کردند. چه کارهایی انجام دادند و غیره؟ و از همه مهمتر کلمه و نام فاطمه یعنی چه؟ هیچ، هیچ، هیچ. یعنی شما اگر 100 بار هم آن کتاب را بخوانید و 10 بار هم نوار آن را گوش کنید، هیچ چیزی درباره زندگی و خصوصیات فاطمه زهرا از آن شما نمی شود. علی شریعتی در مشهد سلسله درس‌هایش را به نام اسلام شناسی منتشر کرد و به مجرد این که به تهران آمد و دید جو تهران و تجار و روحانیون خیلی شیعی است، یک اسلام شناسی دیگر تدریس کرد که بیشتر در خط تشیع بود، زیرا اسلام شناسی مشهد با نگاهی غیر شیعی نوشته شده بود و این که مثلا امام علی پشت سر ابوبکر نماز خوانده و غیره. قصه پردازی های دکتر شریعتی. یعنی ماشاءالله دکتر شریعتی بسیار ورزیده بود.
تا نسبت به شرایط زمانی و مکانی آنگونه حرف بزند که شنوندگان مرید او بشوند. حتی آقای پرویز ثابتی مقام بلند پایه امنیتی را مجذوب خود کرده بود و یا او مجذوب ثابتی شده بود. مثلا وقتی رژیم پادشاهی در صدد سرکوب نیروهای مارکسیستی و مجاهدین بود، به آنها گفت فلان سخنرانی من درباره نقد مارکسیسم است، بروید و آن را چاپ کنید. و بدین سان بود که درس‌هایی درباره مارکسیسم نوشته دکتر شریعتی در کیهان چاپ شد. پرانتز، خود دکتر شریعتی این نوشته را در اختیار ساواک گذاشت و در جلسات خصوصی می گفت بدون اجازه من چاپ می کند. لااقل می توانست یک تکذیبیه به چاپ به جایی بفرستد. پرانتز بست. در صورتی که در پی جانبازی فرزندان طاهر احمدزاده شریعتی سخنرانی مشهور پس از شهادت را کرد و یا پس از جانبازی حسین آلاتپوش و محبوبه متحدین از اعضای مجاهدین خلق، در خانه اش نواری با عنوان حسن و محبوبه را پر کرد و برای خانواده آنها فرستاد. قصه پردازی های دکتر شریعتی و اسلامی نمودن هر پدیده و اندیشه‌ای که در شرق و غرب رایج بود برای او کاری بسیار ساده بود. بیاد دارم خاطرات بسیاری را در رابطه با اجداد خیش برای ما تعریف کرد و چند ماهی که من در خانه استاد محمد تقی شریعتی پنهان بودم بهترین فرصت بود تا اطلاعات خود را تکمیل کنم و من مرتب از استاد در رابطه با بسیاری از مسائل از جمله قصه های دکتر شریعتی پرسش می نمودم و استاد با شگفتی از من می پرسید این قصه ها را شما از کجا آورده اید؟ پرانتز، در آن موقع این 30 جلد مجموعه آثار شریعتی منتشر نشده بود و ما بر اساس 200 نوارهای دکتر شریعتی اطلاعاتمان تنظیم شده بود و کسی که آن نوارها را گوش نکرده بود نمی دانست ما چه می گوییم. پرانتز بسته. من به استاد شریعتی پاسخ می دادم که اینها را دکتر در فلان سخنرانیش نقل کرده است. استاد شریعتی: دکتر کلامی سحرانگیز و قدرت خیال پردازی داشت. استاد شریعتی لبخند زیبایی میزد و میگفت دکتر نابغه بود. او کلامی سحرانگیز داشت و قدرت خیال پردازی فوق العاده ای داشت. آنجا بود که من پی بردم بسیاری از سخنان دکتر شریعتی پایه و اساس علمی نداشته و نخواهد داشت. از همه جالبتر 3 او بود: آزادی، برادری و برابری. روزی دکتر شریعتی به ما گفت که دیشب خواب بودم. در خواب چیزی دیدم که فوراً از جای برخاستم. کاغذ و قلم برداشتم و نوشتم آزادی، برابری و برادری. ما که جوانانی 17، 18 یا 20 ساله بودیم، این سخن برای من بسیار عجیب، عالی و روحانی بود و او به گونه ای این مسئله را به ما گفت که ما گمان کردیم به او این 3 وحی شده است. پس از سالها که وارد پاریس شدم، دیدیم این شعار روی تمامی سکه های فرانسوی بر سردر تمامی مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نقش بسته است، زیرا که آزادی، برابری و برادری شعارهای انقلاب کبیر فرانسه است. حالا به جای این که دکتر شریعتی به ماها بگوید که او در پاریس این 3 را روزی 1000 دیده است و حالا به ایران منتقل می‌نماید، بدتر از یک آخوند ما را گول می‌زند. این مطلب را چند سال پیش من مطرح کردم و موجب یک بحث جدی با بچه‌ها شد. حالا آنها آمدند و یک واژه عرفان را به این 3 اضافه کردند که البته خود شریعتی آن روزها نان را به این 3 اضافه کرده بود. دیگر مسئله ای را که دکتر شریعتی برای ماها بسیار بزرگ کرده بود، جریان نویسندگان و استادان دوران تحصیل او
در فرانسه بودم، به گونه ای که ام سزر و فانون و لویی ماسینیون و گورویچ و ژاک برک را به عنوان پیامبران قرن بیستم معرفی کرده بود، در صورتی که نه تنها برای غرب و اروپا بلکه برای همین پاریس و فرانسه نیز این شخصیت ها وزنه بزرگی در میدان علم و دانش و خردگرایی نبودند. پدر خردگرایی فرانسه در قرن اخیر هانری کایاوه است و آندره مالرو شخصیت دیگر فرهنگی فرانسه. ام سزر و شریعتی. از همه مهمتر ام سزر شاعر سیاه‌پوست متولد مارتینیک بود که شریعتی یک جوری از رفاقتش با او حرف می‌زد که ماها فکر می‌کردیم روزی چند بار با ام سزر چایی و نهار می‌خورده است. روزی در پاریس شنیدم که ام سزر سخنرانی دارد. با خوشحالی به آنجا رفتم. گمان می‌کردم که بر اساس تبلیغات دکتر شریعتی وی به تازگی از زندان آزاد شده است، زیرا شریعتی می‌گفت ام سزر یکی از مبارزان و رهبران سیاه‌پوستان ضد استعمار فرانسه است و غیره. پس از چند دقیقه حضور در سالن سخنرانی ام سزر در پاریس متوجه شدم که او نه تنها از زندان به پاریس نیامده است که از مارتینیک، جزیره‌ای که تحت استعمار فرانسه است، به فرانسه آمده و نه تنها او زندانی سیاسی نبوده و نیست که شهردار مارتینیک است که خودش و شهرداریش زیر فرمان و دستور وزارت کشور فرانسه و رئیس جمهور این کشور است. من با خودم فکر کردم که خوب در سالهای 1360 که دکتر شریعتی در فرانسه بوده است، ام سزر آن موقع انقلابی و زندانی سیاسی بوده و خلاصه بعدها به آرمانهای خودش خیانت کرده و حالا نماینده رسمی استعمار در سرزمین مادرزادی خودش شده است. اما خیلی زود متوجه شدم که نخیر، آقای ام سزر، شاعر بزرگ سیاه پوست، از سال 1939 به مارتینیک برگشته و از سال 1945، یعنی 15 سال قبل از اینکه شریعتی به فرانسه بیاید، آقای ام سزر عضو شهرداری مارتینیک بوده و سال 1956 نیز از حزب کمونیست استعفا داده است و تا به امروز در پست خود باقی است. پرانتز، وی 92 سال دارد. پرانتز بست. از همه مهمتر وقتی به ام سزر نزدیک شدم و گفتم من از دوستان دکتر شریعتی هستم، پرسید دکتر شریعتی کیست؟ در چه رشته‌ای پزشک است؟ خب، حالا واقعا انسان ایرانی باید گوشه‌ای بنشیند و زار زار گریه کند که چطور و به چه حساب و کتابهایی در مقاطعی به ناگاه از کاه‌های کوه‌ها ساخته می شود و افرادی آنچنان بت می شوند که تا به آنها بگویی بالای چشمت ابرو، چهار نفر دیگر ابروی تو را بر می دارند. قصه ما با شریعتی همین بود. من جوان 16 یا 17 ساله به همراه دیگر دوستان به مساجدی می رفتیم که ملاها به دکتر شریعتی انتقاد می کردند و ما با طرح پرسش‌های بسیار سخت مجلس ملاها را در دفاع از دکتر شریعتی که مجذوب او شده بودیم به هم می زدیم. چرا؟ چون آگاهی نداشتیم، نه تاریخ را می شناختیم و نه فرانسه و پاریس را و نه اسلام را و از همه مهمتر شخصیت کسی را که مرشد ما بود و در سخن گفتن ماهر و ساحر بود. البته نمی دانم در این باره اطلاعاتی داشت یا نه، اما من شاهد احضار روح توسط شریعتی بودم. حالا افسانه تشکیل حسینیه ارشاد را در جای خود خواهم نوشت. اما این که ناگهان علی شریعتی به عنوان معلم انقلاب اسلامی به تمامی خانه‌ها و کانون‌های ایرانی نفوذ کرد چگونه بود؟
چگونه بود که نوارهای او هزاران هزار کپی می شد و کتابهایش تجدید چاپ می شد و به طور رایگان در سراسر کشور پخش می شد. احیانا اگر هم رایگان نبود به قیمتی سمبولیک به فروش می رسید تا مردم به راحتی آنها را تهیه کنند. به خاطر دارم در سال 56 وقتی آقای خامنه ای از من بهای یکی از کتابهای دکتر شریعتی را پرسید و من به او جواب دادم، وی با تعجب بسیار به من گفت: عجیبه، ما بعضی از کتابهای خودمون را چاپ میکنیم، قیمتی که به چاپخانه پرداخت میکنیم به مراتب بالاتر از قیمت فروش کتابهای دکتر است. آنجا و آن موقع نه من و نه آقای خامنه ای متوجه نبودیم که صندوقهایی پشت چاپ آن کتابها و تکثیر نوارها بود که امکان میداد تا به آسانی آثار سحرآمیز و تحریک کننده علی شریعتی چون نیایش پس از شهادت، پیروزی پس از شکست، تشیع علوی، تشیع صفوی، آری این چنین بود برادر و غیره در کشور پخش شود تا موتور انقلاب سرعت سرسام‌آور خود را بگیرد. حالا هم مطمئن باشید که اگر فردا استعمار برنامه‌ای برای ایران داشته باشد، فوراً یک کسی بت می شود و آثارش دست به دست می گردد. فریب بزرگ قرن ما دکتر شریعتی از دکتر سیاوش اوستا. فایل سوم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. صفحه 12. شاعری و صدای داوودی سید علی خامنه ای. یکی از دلایل اصلی به نقد کشیدن دکتر شریعتی توسط بهترین یاران و نزدیکترین افراد به او شاید انتشار مجموعه آثار وی بود، زیرا چنانچه عرض شد در بحبوحه انقلاب و گرماگرم شور مردمی سالهای 50 فقط 4-5 سخنرانی و یکی دو تا کتاب از دکتر شریعتی بود که دست به دست می‌گشت که همه آنها نقش مؤثری برای تحریک و شوراندن مردم داشت. اما 4-5 سال بعد از انقلاب که خلق و خوی انقلابی در همه خاموش شده بود و تجربه جنگ با عراق در میان بود، سیل اعدام ها و زندان ها و شکنجه ها خانه های ایرانیان را ویران کرده بود، دست نوشته ها و مطالبی از دکتر شریعتی در همان چهارچوب مجموعه آثار منتشر شد که همه دوستان و هواداران وی را شوکه کرد. از همه مهمتر مطالب بسیار بسیار محرمانه ای بود که دکتر شریعتی در خلوت خودش برای خودش نوشته بود و هرگز فکر نمی کرد که روزی روزگاری این مطالب منتشر خواهد شد، آن هم توسط خانم فرهیخته و مهربانش. بدون شک چنانچه از نوشته های خود دکتر شریعتی پیداست و نزدیکان شاهد آن بودند، مشکل خانوادگی زن شوهری در میان آنها نیز وجود داشته است و آن شوربختانه به گونه‌ای بوده است که در همین دست نوشته‌های محرمانه دکتر شریعتی ملاحظه می‌کنیم که بدترین توهین‌ها را به خانمش نموده است. شریعتی همسرش را سگ می‌خواند. خانم دکتر پوران شریعت رضوی در کتاب طرحی از یک زندگی چند نامه محرمانه دکتر شریعتی را منتشر نموده است. در صفحه 160 این کتاب دکتر شریعتی طی نامه‌ای همسر مهربان فرخیخته‌اش را سگ می‌خواند.
پوران عزیزم، قربانت گردم. حالت چطوری؟ در چه حالی؟ در چه حال و حالتی؟ فرشتگی یا سگی؟ در دنباله همین نام دکتر شریعتی به بهانه بچه ها با کار کردن زنان نیز اظهار مخالفت می کند. اعصابت خسته است و تحریک شده و به خصوص در شرایط فعلی حساس تر و کار بیشتر برایت صدمه دارد و بر روحیه و اعصابت فشار می آورد. یکی از عیب‌هایی که در مورد کار خارج برای زنان الزاماً غیبت اوست از خانه و محرومیت کودکان از مادر، عواقب فکری و اخلاقی و به خصوص روانی ناهنجاری دارد. دکتر شریعتی خودش را پیامبر می دانست. دکتر شریعتی در مرحله‌ای که خود را به درجه پیامبری رسانده بود و در نوشته‌های خصوصیش خودش را از هر پیامبری بالاتر می دانست، در رابطه با نافرمانی همسر مهربانش او را به خدیجه تشبیه می کند که آن خدیجه رسالت محمد را پذیرفته بود، اما این خدیجه یعنی خانم پوران شریعت رضوی نبوت این پیامبر جدید را نپذیرفته است. در کتاب گفتگوهای تنهایی که امروز توسط خود خانواده دکتر شریعتی در ایران جمع آوری شده است، صفحه 127 بخش اول آمده است: اما من پیغمبرم، یک پیغمبر به یک زن جاهلیت، هرچند خدیجه بزرگ و خوب و فداکار و بی نظیر باشید، کمتر نیاز دارد. او نمی داند که کسی چون من، تو پرانتز دکتر شریعتی، به سعادت خانوادگی، آرامش خانوادگی، خوشبختی و دوستی و عشق نیازمند نیست. روح او در آتش پیام‌های وحی است که هر روز از غار تنهاییش می‌گیرد. باران‌های الهام‌های غیبی که در میان این امت یک صحابی که شنوای آن آیات باشد نمی‌یابم. خدایا خدیجه مرا نیز همچون خدیجه محمد عاشق مؤمن بلکه مؤمن عاشق من ساز، تا در من همچون یک معشوق ننگرد، مرا یک همسر خوب و شایسته و همسرشت و همسرنوشت و همزبان خود خیش نبیند. او را یک صحابی بیتاب دگرگون شدن ساز، که من موسایم که برایش هارون فرستادی، عیسایم که برایش سنپل فرستادی، که محمدم برایش خدیجه ساختی. اما نه، من علیم، علی را تنها گذاشتی. او جز چاه‌های آب در نخلستان‌های خلوت و دور از شهر کسی را نداشت. و این پیغمبر بی صحابی یعنی دکتر شریعتی، قرآن پناهش را که همه آیاتش و سوره‌هایش را در غار تنهاییش الهام گرفته بود بر خدیجه اش خواند، داخل پرانتز خانم دکتر پوران شریعت رضوی، نه خدیجه اش آنها را یافت. سوره ها و آیاتی از قرآن را که ساده تر و سبکتر بود، آیات متشابه و چند پهلو و شگفت نداشت، به خدیجه خواند. اما خدیجه پریشان، خشمگین، بیتاب، ناخشنود و در آخر روزی آنچه را پوران خانم یعنی خدیجه در دل داشت از دور با فریاد ندا داد و به گوش همسرش دکتر شریعتی رسان که اینها، این آیات، این سوره ها، این قرآن وحی نیست، اینها مجعول است، اینها بر قلبت الهام نشده است، خودت هم به اینها ایمان نداری، اینها برای هدایت من و برای خاطر من نیست، خواستی قرآن بنویسی، قرآن را نامه‌های عاشقانه یافت، وحی را حرف‌های غزلی، این هم آشنایی زنم، آن هم روشنفکران، آن هم آخوندها، احسان تو بزرگ شو، شاید با تو حرف بزنم.
اینها عین نوشته های دکتر شریعتی بود که بدون تعارف و رودربایستی خودش را پیامبر و کارهایش را قرآن دانسته و مدعی بود که خانومش هم او را نپذیرفت. البته این کتاب در سال 59 تا اوایل 60 جمع آوری شده بود و هرچند سال 62 در هنگام انتشار آن در کشور از ایران خارج شده بودم، اما خانواده شریعتی در آن گرماگرم روزهای انقلاب هرگز فکر نمی کردند که این مطالب بر علیه دکتر و تضعیف شخصیت او خواهد بود، زیرا فرزندانش زیر 20 سال عمر داشتند و خانم ایشان نیز بدون اینکه این دست نوشته ها را بازخوانی کند در کارتون و پلاستیک هایی نهاده و در اختیار کارمندان دفتر مجموعه آثار شریعتی آقایان شریف، شریفی نیا و رضایی گذاشتند تا هرچه زودتر منتشر شود. در همین نوشته هاست که دکتر شریعتی نوشیدن شراب را برای دانشمندان که حد بشناسند آزاد می داند. دکتر شریعتی در آن هنگامه با برخوردار بودن از چند مرید سرسخت و متعصب گمان کرده بود که رهبری بزرگ شده است که در تاریخ بی نظیر و بی همتاست. لذا در همین دست نوشته هایش می خوانیم: یومه، اما اگر آنها نام خیش را به نان فروختند، من براب دادم و پیشتر از خضر و پیشتازتر از اسکندر رسیدم. آنها وزارت یافتند، من سلطنت یافتم. اگر آنها را به دروغ می ستایند، مرا به راستی می پرستند. اگر آنها وکیل شده اند، من معبود شدم. اگر آنها رئیس شده اند، من رهبرم. اگر آنها غلام خانزاد و چاکر جان نثار راجه شده اند، من امام پاک نژاد و راهب پاکزاد و مهراوه شده ام. من بودا شدم، آفریننده شدم و نبوت یافتم و رسالت یافتم و جاوید شدم. داخل پرانتز صفحه 12 و 13 گفتگوهای تنهایی دکتر شریعت. کسی که مثل آب خوردن دروغ میگوید. بسیاری از مریدان متعصب و کور و ناآگاه دکتر شریعتی که به جز کتابهای او کتاب دیگری را کمتر خوانده و یا اصلا نخوانده اند، مثل خود من و هزاران هزار دیگر در 30 سال پیش، خواهند گفت که این حرفهای عرفانی و ملکوتی شریعتی بوده است، در صورتی که خود او تأکید دارد که قرآن او محکم و متشابه ندارد و حقیقت است که بیان می کند، آن هم به طور ساده و روان. خود من وقتی 20 و اندی سال پیش روی تاریخ اسلام تحقیق می کردم و کتاب از میترا تا محمد را به عنوان تز دکترا نوشتم و به نوشته های دکتر شریعتی استناد کرده بودم، استادم چندین تذکر به من داد، از جمله این که در رابطه با دارایی‌های پیامبر اسلام در هنگام مرگ، من با استناد به نوشته‌های دکتر شریعتی نوشته بودم که محمد هنگام مرگ 7 دینار و 1 شتر و چند شمشیر داشت که شتر اهدایی پادشاه حبشه بود. استاد به من گفت چون این حرفی درست نیست، پیامبر اسلام هنگام وفات ثروت بزرگی داشته است و چند سند به من معرفی کرد، از جمله تاریخ طبری که با مطالعات هزاران هزار صفحه تاریخ طبری پی بردم که نه تنها در رابطه با دارایی پیامبر اسلام هنگام مرگ دکتر شریعتی به من و ما و تاریخ و مردم ما اطلاعات نادرستی داده است، که در رابطه با بسیاری از مسائل او هرچه خواسته است گفته است و به حساب اسلام و پیامبر گذاشته است. دکتر شریعتی به مردم ما اطلاعات نادرستی داده است. مثلا ببینیم در رابطه با همین دارایی های پیامبر اسلام، مورخ بزرگ محمد ابن جریر طبری که نزدیکترین تاریخ نویس به صدر اسلام بوده است چه نوشته است؟ 1.
پیامبر اسلام حدود 50 غلام و کنیز داشت. 2. 5 منشی حقوق بگیر داشت. 3. 4 اسب داشت به نام‌های لزاز، زرب، لخیف و تیزاب. پنجمین اسب او یعسوب نام داشت. 5. پیامبر 3 استر داشت. 6. پیامبر 1 گله شتر شیری داشت، حدود 20 شتر، و شتری داشت که ابوبکر آن را به 800 درهم خریده بود و به پیامبر به 400 درهم فروخته بود. 6. پیامبر 1 گله بز شیری داشت، بین 7 تا 10 تا. 7. پیامبر 6 شمشیر قیمتی داشت. 8. پیامبر اسلام 3 کمان به نام‌های روحا، بیزا و صغرا داشت. 8. پیامبر 2 زره قیمتی داشت که در اکثر جنگ‌ها آن 2 زره را با هم می‌پوشید. 9. پیامبر سپری داشت که سر یک قوچ بر آن نقش بسته بود. با این لیست مختصری که طبری از دارایی‌های پیامبر یاد می‌کند و مقایسه 7 دینار و 1 شتر و چند شمشیر که دکتر علی شریعتی نقل کرده بود، به خوبی در می‌یابیم که این سخنران ساحر و توانا می‌توانست با سخنرانی‌های خود و سبک زیبا و سحرآمیز و هیپنوتیزم گرش تاریخ و شخصیت‌های اسلامی را آنگونه که خودش می‌خواست ترسیم کند. شاید دکتر شریعتی هرگز فکر نمی‌کرد که روزی روزگاری کتاب‌های تاریخی، اسناد معاصر و غیره به راحتی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت و افسانه پردازی‌های این هنرمند بزرگ برای سوسیالیست معرفی کردن اسلام و سیاسی نمودن دین حباب روی آب خواهد شد. آنگاه که من چگونگی عکس دکترای شریعتی تو پرانتز حاجیولوژی را مطرح نمودم، برای آن بود تا در تاریخ ثبت شود که خود او نیز در رابطه با نو و تز دکترایش با ما صادق نبود، زیرا در همین گفتگوهای تنهایی با خط خودش نوشته بود که در 3 رشته تحصیل می کرده و 3 دکترا گرفته است، در صورتی که واقعیت ندارد. دلایل درگیری مرتضی مطهری با دکتر شریعتی اظهار نظرهای نادرست او بود. یکی از دلایل درگیری مرتضی مطهری با دکتر شریعتی همین اظهار نظرهای نادرست و اطلاعات دادنهای غیر صحیح او بود. زیرا مرتضی مطهری از سال 1334 با مداخله دکتر نصر و دریافت دکترای افتخاری در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و وقتی با برخی تضادگویی‌های دکتر شریعتی مواجه شد، در نشست‌های خصوصی مطرح می‌کرد که کسی که مثل آب خوردن دروغ میگوید چگونه میتواند معلم و مدرس اسلام و تشیع باشد. ما که در آن زمان مجذوب دکتر شریعتی بودیم، تحت تأثیر او گمان میکردیم که مرتضی مطهری به دلیل حسادت علیه شریعتی حرف میزند و در پی آن بودیم که هر گونه که میتوانیم مطهری را خراب کنیم و شخص دکتر شریعتی به طور ماهرانه‌ای از رقابت آخوندها برای نفوذ افکار و عقاید خودش بهره می برد. مثلا سید علی خامنه‌ای را که در مشهد بود و کمتر با مطهری در تماس بود، بسیار ارج و احترام می گذاشت و سخنرانی ها و اشعار و کارهایش را می ستود. دکتر شریعتی سید علی خامنه‌ای را شاعر و سخنوری بزرگ می دانست و صدای خوش او را به صدای داوودی تشبیه می کرد و بارها می گفت که اگر آقای خامنه‌ای خواننده می شد، از بنان، داریوش رفیعی و شجریان می زد بالاتر. دکتر شریعتی با ذکاوت و زیرکی ویژه‌اش توانست شکافی در میان روحانیون به وجود بیاورد و کسانی که وی را از نظر اسلامی ضعیف می دانستند، با روحانیون جوانی که اطلاعات عمیقی از تاریخ نداشتند درگیر کند. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای که البته از در بهار سال 60 آقای خامنه‌ای نیست، طی مصاحبه‌ای با
با مجله سروش اعتراف کرد که گول دکتر شریعتی را خورده بود و شریعتی شورآفرین بود نه شعورآفرین. بدین رو از سوی افرادی چون مرتضی مطهری با مراجعه به مراجع تقلید سعی می کردند تا شریعتی را وادار نمایند تا ذهنیات شخصیش را به نام اسلام مطرح نکند و روحانیون جوان به عکس از او دفاع می کردند. به عنوان مثال روزی مرتضی مطهری به نزد علامه طباطبایی رفته بود و درباره دکتر شریعتی صحبت می کرد که سید علی خامنه‌ای هم وارد می شود و یکی مدافع و دیگری منتقد. حمایت های سید علی خامنه‌ای از دکتر شریعتی موجب شده بود تا وی را وهابی و کافر بدانند و حتی آنگاه که خامنه‌ای به ایران شهر تبعید بود، روحانیونی که همکنون به اصطلاح در ولایت او ذوب شدند وی را تکفیر می کردند. مرتضی مطهری می گفت که دکتر شریعتی با کلام ساحرانش هم جوانان را منحرف می کند و هم بچه طلبه ها را، البته در نگاه او افرادی مثل سید علی خامنه ای نیز بچه طلبه بودند. زیرا سید علی خامنه ای 20 سال از مطهری و 6 سال از دکتر شریعتی کوچکتر بود. مطهری می گفت کمی سن یعنی کمی دانش و نوجوانی یعنی بت‌جویی و معبود طلبی. البته ما در سخنان خود شریعتی این مسئله را یافتیم که خود او بر این باور بود که معبود مردم و رهبر آنها شده است. در آن روزگاران برای زدن علی شریعتی به چند سمبل نیز متوسل شده بودند. از جمله علامتی بود که شریعتی روی جلد کتابهایش می گذاشت و او آن را لا اله الا الله می دانست. اما دیگران مدعی بودند که در آن آرم نامهای ابوبکر و عمر و عثمان و علی است. دکتر شریعتی به جای این که به عنوان یک مدافع اسلام هر دو را بپذیرد و بگوید که 4 خلیفه محمد را قبول دارد، داخل پرانتز، چنانچه در اسلام شناسی درسهای مشهد پذیرفته بود ولی بعداً در تهران تغییر رأی داد، پرانتز بسته، و این آرم همانی است که شماها می‌بینید، هم شعار اسلام و هم نام 4 خلیفه. اما او درگیری ها را شدت داده و خود را مؤسس حزب شیعه علوی معرفی نموده و در مدح شیعه یک حزب تمام سخنرانی کرد. دکتر شریعتی به تبعیت از آرامگاه مولانا جلال الدین که بر سردر آن همان آرم قضایی بود، آن سمبل را برای روی جلد کتابهایش انتخاب کرد که البته می دانیم در مساجد شهر قومیه و تمامی شهرهای ترکیه نام 4 خلیفه به اون و علاوه حسن و حسین نقش بسته است. یعنی عثمانی ها 4 خلیفه به علاوه 2 فرزندان علی را قبول داشتند. اما شریعتی که میخواست شیعه را تبدیل به یک حزب سیاسی بکند، از رهبران شیعه نیز شیعه تر شده بود و هرگز نخواست خلفا را تأیید کند. مسئله دیگری که برای شریعتی و حسینیه ارشاد مشکل ساز شده بود، آیه ولتکن منکم امتن یدعون الالخیر بود که می گفتند این آیه نیز شعار وزارت ارشاد عربستان سعودی و وهابیون بوده است. البته چنانچه دکتر ناصر میناچی به من گفت، در هنگام تأسیس حسینیه ارشاد هم نام ارشاد و هم این آیه را در پی گرفتن 2 استخاره از قرآن، مرحوم محمد همایون و دکتر میناچی، 2 بنیانگذار حسینی ارشاد، انتخاب کرده بودند. مطهری مبتکر عنوان مارکسیست های اسلامی. در این سالهای اخیر در موارد بسیاری از سوی اندیشمندان و تاریخ نگاران و نویسندگان مسئله‌ای مطرح شده است که در ریشیابی آن کمتر کار شده است. بسیار گفته و میگویند که بخشی از روحانیون مارکسیست بوده و به ملاهای سرخ مشهور شدند. عملکردهای فراوانی طی 25 سال گذشته و نزدیکی‌های حکومت ملاها با کشورهای چپ از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا سوریه و کوبا و لیبی بهترین گواه این مدعاست
این ادعا ریشه تاریخی نیز دارد. پس از شکل‌گیری حسینیه ارشاد در تهران، این مکان تبدیل به جذب یک سری نیروهای رادیکال و به گونه‌ای مارکسیست اسلامی. محمد همایون که انحصار واردات ماشین‌آلات کشاورزی از انگلستان را داشت، از سالها پیش در نظر داشت تا با روحانی متجدد آقای راشد مکانی را برای معرفی یک اسلام مدرن دایر کند. همایون و راشد سالها برای تحقق بخشیدن به این امر تحقیق و برنامه ریزی نمودند. اما روزی آقای راشد از محمد همایون جدا گشته و طرح حسینیه ارشاد را رها کرد. آقای همایون به وکیل جوان خودش دکتر ناصر میناچی مراجعه کرده و دکتر ناصر میناچی با آغوش باز از طرح محمد همایون استقبال کرد. مکانی را در شمال تهران خریداری نموده و شروع به ساختن حسینیه ارشاد نموده. سرمایه و طرح بنیانگذاری ارشاد با همایون و میناچی بود، اما این دو از آقای علی آبادی نیز دعوت نمودند تا به هیئت مدیره ارشاد بپیوندند. هنوز کار ساختمانسازی ارشاد تمام نشده بود که سخنرانی‌های افراد و شخصیت‌هایی در چادری که در وسط زمین زده شده بود آغاز شد. مرتضی مطهری از جمله نخستین سخنرانان ارشاد بود. مطهری که به گونه ای شاگرد استاد محمد تقی شریعتی بود به مشهد رفته و از سوی همایون و میناچی از استاد شریعتی دعوت نمود تا برای سخنرانی در ارشاد به تهران بیاید. مرتضی مطهری در 13 بهمن 1298 در فریمان، شهری در نزدیکی مشهد، به دنیا آمده بود و از سال 1306 برای تحصیل به قم رفته بود. وی در سال 1334 با اخذ یک دکترای افتخاری به سفارش آقای دکتر نصر به عنوان استاد الهیات وارد دانشگاه شد و پیش از آن نیز از مدرسان مدرسه مروی تهران بود. مرتضی مطهری به عنوان سخنران اصلی انجمن اسلامی پزشکان توانسته بود از امکانات مالی خوبی بهره ور شود و نیز در پی تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی وی به عنوان یکی از 5 مجتهد به این تشکل منصوب شده بود. مطهری در مساجد هدایت، جواد، جاوید و نارمک نیز سخنرانی می کرد. وی در سال 1355 مدتی بازداشت شد و پس از آن برای دیدار با خمینی به نجف رفته و همو از سوی خمینی به عنوان رئیس شورای انقلاب برگزیده شد. بسیاری از درگیری‌های سیاسی که پس از بهمن 57 پدید آمد ریشه در حسینیه ارشاد داشت. آنگاه که استاد شریعتی برای سخنرانی به تهران آمد، فرزند جوان او دکتر شریعتی نیز به این تریبون دست یافت و این دستیابی آنچنان او را شیفته کرد که پس از چندی جای همه، حتی مرتضی مطهری را نیز گرفته و اکثر ملاها را مجبور به ترک حسینیه ارشاد کرد. سبک سخن ساحرانه علی شریعتی. علی شریعتی که سبک سخن ساحرانه‌ای داشت و از هر در با زبانی شیرین سخن می گفت و جوانان را مدهوش خود می کرد، همواره با سالن پر از جمعیت ارشاد مواجه بود. خصوصا آنگاه که کسانی چون مرتضی مطهری 20 تا 30 نفر مستمع داشتند، منابر دکتر شریعتی برخوردار از صدها تن بود. حملات شیخ احمد کافی نیز موجب شد تا جوانان تهرانی سری به ارشاد بزنند تا ببینند به قول کافی در آن یزدیه زلال چه خبر است. مرتضی مطهری که خود عضو هیئت مدیره ارشاد شده بود پیشنهاد می کرد تا پس از دکتر شریعتی سخنرانی کند. آنگاه که سخنان شریعتی تمام می شد،
سالن ارشاد همه خالی می شد. به گونه ای که دوبار مطهری نتوانست سخنرانی خود را ایراد کند. پس از آن مطهری پیشنهاد کرد تا ابتدا او و پس از وی شریعتی سخنرانی کند. این بار نیز سالن ارشاد برای مطهری خالی بود، اما برای شریعتی پر بود. در همین گیرودار بود که روحانیون سرخ صف خود را انتخاب کردند و بعضی ها دنبال شریعتی را افتادند و بعضی ها دنبال مطهری. و همین نبرد رقابتی میان مطهری و شریعتی موجب شد تا شریعتی به مثابه ضدیت با مطهری و باند و دسته همراه او در گوشه و کنار به روحانیت انتقادهایی بکند. یعنی تمامی انتقادات شریعتی به روحانیت در رابطه و ادامه درگیری او با مطهری بود. دعوا و جنگ شریعتی و مطهری برای حفظ تریبون ارشاد شدت گرفت. محمد همایون، بنیانگذار اصلی ارشاد، بیمار و در بیمارستان بستری بود. نام شریعتی از لیست سخنرانان ارشاد حذف شده بود. شریعتی با شتاب به دیدن همایون رفت و باز همچنان با استفاده از زبان ساحرانش همایون را مجذوب خود ساخته و همه کاره حسینیه ارشاد شد. دکتر ناصر میناچی نیز که دوستی محکمی با شریعتی یافته بود حامی او بود، به گونه ای که به محض انجام یک سخنرانی دکتر میناچی خیلی سریع آن را روی کاغذ پیاده می کرد و فوراً به گونه کتاب چاپ می کرد. مرتضی مطهری در آثار و سخنرانی‌های شریعتی تجسس نموده و موارد بسیاری ضد اسلام پیدا کرد. آنها را لیست کرده و نزد مراجع تقلید و روحانیون قم رفته و حکم تکفیر دکتر شریعتی را گرفت. به گونه ای که اکثر مراجع تقلید علیه شریعتی و آثار غیر اسلامی او فتوا صادر کردند. برخی به علی شریعتی می گفتند که چه اجباری داری که حرفها و نظریات خودت را به اسلام مربوط کنی تا دچار مشکل با روحانیت بشوی؟ بهتر نیست به عنوان یک روشن فکر لائیک حرف بزنی؟ خصوصا که حرفهای تو هیچ ربطی به اسلام ندارد و همه افسانه های تخیلی ساخته ذهن توست. شریعتی جواب می داد که توده های مردم را با واژه اسلام می توان به حرکت در آورد و نه با چیز دیگری. و بدین رو بود که او تمامی افکار و اندیشه های غرب از مارکسیسم لنینیسم گرفته تا تفکرات ماو و غیره را در قالب اسلام به جامعه ایران تزریق کرد. وقتی ساعتی با عنوان آری این چنین بود برادر علیه جشنهای 2500 سال سخنرانی کرد، کسی از او پرسید اهرام مصر و ساختن آن تمدن بزرگ چه ربطی به اسلام که هزاران سال پس از آن آمده است دارد؟ و پاسخی جز لبخندی بر لب نداشت. و فردا همان سخنرانی یکی از شاهکارهای ساحرانه او شده بود. روزی که طی یک نوشته ابوذر غفاری را که از قبیله راهزنان غفار بود و برای گریز از قبیله خود به اسلام پناه آورده بود یک سوسیالیست بزرگ معرفی می کرد، کسی از او پرسید راهزنی های ابوذر چه ربطی به عرفان و دست برد زدن تهی دست از دارا دارد؟ دکتر شریعتی سیگاری دود کرده و به پرسش کننده دقایقی خیره شد بدون آن که پاسخی بگوید. اما مرتضی مطهری از پای نمی نشست و با تلاش های بی امان خود موجب شد تا شریعتی را وادار کند تا در کارهایش بازبینی کند. دکتر شریعتی آقای محمد رضا حکیمی را که از دوستان کودکیش بود به عنوان تنها کسی که حق دارد آثار او را نقد و تصحیح کند انتخاب کرد.
اما محمد رضا حکیمی هرگز خود را آغشته به این بازی نکرد. در همان سالهای پیش به من گفت من هیچ دستبردی به آثار شریعتی نمیزنم. اما مسئولان جمع آوری مجموعه آثار شریعتی پیشنهاد دکتر بهشتی را پذیرفتند که به نوشته های دکتر شریعتی پاورقی بزنند. فریب بزرگ قرن ما دکتر شریعتی از دکتر سیاوش اوستا، فایل چهارم، صفحه 18، تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. مطهری دکتر شریعتی را از مروجان مارکسیست خواند. مرتضی مطهری جنگ خود با شریعتی و ملاهای سرخ را به نجف نزد خمینی نیز کشاند. مطهری طی نامه‌ای 10 صفحه‌ای مجاهدین خلق سید علی خامنه‌ای و دکتر شریعتی را از مروجان مارکسیست خواند. تا کنون همه بر این باور بودند که واژه مارکسیست اسلامی توسط ساواک ابداع گشته و به مجاهدین و شریعتی و دیگران اطلاق شده است. اما با مطالعه نامه مرتضی مطهری به خمینی در هنگامی که مقیم نجف بود، در میابیم که این فتوای مرتضی مطهری بوده است. حتی واژه منافقین خلق برای مجاهدین خلق که باعث قتل عام بیش از 100,000 نفر شد، توسط مطهری و پیش از انقلاب به خمینی تلقین شد. مطهری در نامه خود به خمینی درباره مجاهدین می نویسد: اینها در ابتدای یک گروه سیاسی بودند، ولی تدریجاً به صورت یک انشعاب مذهبی دارند در می آیند. درست مانند خوارج که در ابتدا حرکتشان سیاسی بود، بعد به صورت مذهب در آمدند. کوچکترین بدعت اینها این است که میگویند به خودکفایی رسیدند و مقام روحانی و مرجع دینی را رد میکنند. در همین نام مرتضی مطهری از مجاهدین خلق با عنوان منافقین خلق یاد میکند. مرتضی مطهری درباره سید علی خامنه‌ای که طیفی از جوانان طلبه را رهبری می‌کرد نیز به خمینی می‌نویسد که این طلاب جوان نیز تحت تأثیر افکار مارکسیستی قرار گرفتند. داخل گیومه: برخی دوستان ما طلاب جوان و جوانان و دانشجویان را بر بغض و کینه روحانیون به استثناء شخص حضرت عالی پرورش می‌دهند. مطهری به سخنرانی هاشمی نژاد در مشهد نیز اشاره نمود و او را نیز همردیف خامنه‌ای متأثر از افکار چپ می‌داند. و جالب این که خود مطهری معترف می‌شود که مارکسیست‌های اسلامی به قول مطهری به خمینی ارادت دارند، یعنی رهبری آنها در همان موقع نیز با خمینی بوده است. شایان یادآوری است که شخص دکتر شریعتی نیز از خمینی تجلیل کرده بود و حتی در دفاع از روحانیون گفته بود که زیر هیچ قرارداد استعماری را یک روحانی امضا نکرده است. البته در آن دوران که هنوز روحانیون مصدر حکومت نبودند، فرصتی هم نشد تا از دکتر شریعتی ساحر سخن بپرسیم که استعمار قراردادهای استعماریش را با سیاستمداران می‌بندد. و البته دکتر شریعتی فراموش کرده بود که جنگ های ایران را با روس مطالعه کند تا دریابد که جهالت روحانیون موجب شد تا مناطق حساسی از ایران بزرگ را در پیمان های گلستان و جنگ های پیش و پس از آن از دست بدهیم که باعث اصلی آن روحانیون بودند و بس. مرتضی مطهری در نامه خود به خمینی سند بسیار مهمی را در جهت اثبات مارکسیست بودن شریعتی ارائه می‌دهد. مرتضی مطهری می نویسد: تعهدی که درباره این شخص، یعنی دکتر شریعتی، دارم دیگر ملغاست. در این حال منتظر اجازه و دستور آن حضرت می باشم.
وی تو پرانتز شریعتی مدعی شده است که ملک، مالک و ملا همیشه در کنار هم بوده. این اصل معروف مارکس است، مثلث دین، سرمایه و دولت. در این زمینه حق با مطهری بوده است، زیرا چنانچه نوشتیم دکتر شریعتی هر معجونی را که از هر کجای ذهن خود و تاریخ در می آورد یک چاشنی اسلام به آن می زد تا عوام پسند شود و شد و سرزمین ما چنین شد. آیا با ملتی 30 میلیونی و تیراژ کتاب‌های 500,000 نویسنده بت می شود یا نه؟ هاشمی رفسنجانی در همان هنگامه جنجال حسینیه ارشاد عضو هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود و مشغول به ساز و بفروشی و خرید و فروش اتومبیل و غیره، و چون مرتضی مطهری نیز از فقهای مؤتلفه اسلامی بود بیشتر همپا و همراه با مرتضی مطهری بود و نسبت به سید علی خامنه‌ای سمپاتی کمتری در محافل عمومی به علی شریعتی ابراز می‌کرد. علی شریعتی نیز رفسنجانی را در نشست‌های خصوصی اوستا به ساز و بفروش می‌خواند، اما رفسنجانی و خامنه‌ای رفاقت پایداری با هم داشتند. هرچند هاشمی در رابطه با مؤتلفه اسلامی مخفی کاری می‌کرد و همه چیز را به سید علی خامنه‌ای نمی‌گفت، یعنی پایداری یک طرفه. نامه مشترک مطهری و بازرگان علیه دکتر شریعتی. یکی دیگر از کارهای مرتضی مطهری علیه دکتر شریعتی که بسیار برای هواداران ساحر بزرگ سنگین آمد، نامه مشترکی بود که مطهری و بازرگان منتشر کردند. در آن نامه در پی پیشنهاد بازرگان نوشتند که اتهامات وهابیگری و بهائیگری به علی شریعتی نادرست است، بلکه به نوشته‌های او انتقادات و اعتراض‌هایی است که می‌بایست آثار وی زیر نظر متخصصین اسلامی تصحیح شود. چنانچه خود شریعتی نیز طی نشست‌هایی با مطهری، خامنه‌ای، احمد علی بابایی، فخرالدین حجازی و دکتر بهشتی به انجام چنین کاری رضایت داده بود. در یکی از این نشست‌ها که هنوز من نوار صدای آن جلسه را در اختیار دارم، مطهری بر بی اطلاعی روشنفکرانی چون دکتر شریعتی از اسلام تأکید می‌ورزد و افرادی مثل علی بابایی شدیداً از دکتر شریعتی دفاع می‌کردند و فخرالدین حجازی بین آسمان و زمین یکی به نعل می‌زد و یکی به میخ و سید علی خامنه‌ای نقش داور را بازی می‌کرد و سعی بر آن داشت تا میان مطهری و شریعتی را به گونه‌ای جوش بدهد. اما در اواخر جلسه که مرتضی مطهری کلافه حرف‌های مخالف شده بود، با خشم گفت من بیش از این نمیتوانم ادامه بدهم، زیرا که وقت خوابم گذشته است و وقتی خواب من دیر می‌شود من کلافه می‌شوم و قدرت تحمل ندارم. یکی از حضرات حاضر گفت ما داریم در حل مشکلات اسلامی و روشن فکری کشور کوشش می کنیم و کسانی در این راه جان باخته و می بازن. آنگاه آقا از وقت خوابشان سخن می گوین. پس از این سخنان مرتضی مطهری دست پای خود را جمع کرده و از خانه خارج شد. پس از آن تریبون جلسه کوچک به دست علی شریعتی افتاده و شروع به سخن گفتن در رابطه با تخصص نموده و تخصص را نوعی بیگانگی از خود معرفی کرده و ساعتی جمع حاضر را سرگرم کرد و به طور کنایه مرتضی مطهری را مسخره کرد. این جلسه چندی پیش از خروج دکتر شریعتی از کشور بود. در آن روزها و پس از 18 ماه زندانی کشیدن دکتر شریعتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری، دکتر رابطه جدیدی با ساواک پیدا کرده بود و به گونه‌ای طرحی از دوستی را با چند تن از کادرهای بالا ریخته بود، به گونه‌ای که مرتضی مطهری معتقد بود که شریعتی درس‌هایی از مارکسیسم که در کیهان چاپ می‌شد را در هنگامه اقامتش در کمیته مشترک ضد خرابکاری نوشته است، زیرا که در قسمتی از این نوشته دکتر شریعتی با در نظر گرفتن این که در هنگامه جشن‌های 2500 ساله با سخنرانی آری اینچنین بود برادر، وی به طور کنایه و با ذکر مصیبت
که کاذب از ساختن اهرام مصر نظام پادشاهی و جشنها را کوبیده بود. این بار از تمدن شکوهمند ایران در قرنهای گذشته و هویت ملی و افتخارات فرهنگی که طی 2500 سال از آن ایرانیان شده است سخن رانده بود. یعنی علت عدم انتقال دکتر شریعتی به زندان اوین و یا قصر و نگهداری وی در کمیته مشترک ضد خرابکاری که از امکانات رفاهی بهتری نسبت به یک زندان برخوردار بود، ارشاد وی و توجه دادن او به تمدن و فرهنگ 2500 ساله بود که وی این آموزش را به خوبی فرا گرفته بود. من نتیجه آن همان نوشته مشهور درس‌هایی از مارکسیسم بود که در قسمت نخست مارکسیسم را نقد کرده بود و در قسمت دوم از فرهنگ و تمدن 2500 ساله سخن گفته و هویت ملی را ستوده بود. در پی انتشار این مطلب بود که پیش از ساواک مرتضی مطهری باور کرد که علی شریعتی برداشت مارکسیستی از اسلام را شاید به زور ساواک رها کرده است و به سوی فرهنگ و تمدن ایرانی آمده است، زیرا که دین را یک ایدئولوژی خوانده بود. مرتضی مطهری در نامه خود به خمینی به این مسئله اشاره نموده و نقد شریعتی را درباره مارکسیسم مطرح کرده بود. البته خود مرتضی مطهری نیز نقدی به مارکسیسم نوشته بود، اما مشهورترین کتاب او در آن هنگام خدمات متقابل ایران و اسلام بود. وی به ارزش‌های اندیشمندان ایرانی که در جهان اسلام آفریده شده بود اشاره کرده و ایران را اصلی ترین عامل خردمند بقای اسلام دانسته بود. استاد محمد تقی شریعتی به من گفته بود که بخش‌های بسیاری از این کتاب را آقای مرتضی مطهری از روی نوشته‌های وی، یعنی استاد شریعتی، کپی گرفته است بدون اینکه از ایشان نامی بیاورد. و به خاطر دارم روزی که فقط به خاطر 5000 تومان آقای مطهری با دکتر باهنر در دفتر حسینیه ارشاد در رابطه با حق تألیف همان کتاب به جنگ و دعوا مشغول بودند، مرحوم باهنر به طور کنایه این مسئله را به مطهری یادآوری کرد که چگونه است برای کتابی که اکثر آن نقل قول از دانشمند دیگری است می‌خواهید از دو جا، تو پرانتز حسینیه ارشاد و دفتر نشر فرهنگ اسلامی، حق تألیف بگیرید. مرتضی مطهری آن روز با عصبانیت حسینیه ارشاد را ترک کرد، البته پس از آن که آقایان متعهد شدند تا 5000 تومان ایشان را در چند قسط پرداخت کنند. پیش از آن که به چگونگی خروج دکتر شریعتی از ایران بپردازیم و اندکی از برخوردها و کارهای هاشمی رفسنجانی را در آن دوران شرح بدهیم، در رابطه با دکتر شریعتی که به عنوان یک متفکر اسلامی شهرت یافته است، باید این جمع‌بندی را بکنیم که شعارهای اصلی او یکی برگرفته از کارل مارکس بوده است، داخل پرانتز، زور و زر و تزویر و یا تیغ و طلا و تسبیح و یا ملک و مالک و ملا، که همان تز کارل مارکس است با عنوان دین دولت سرمایه. و شعار دیگر او آزادی، برابری و برادری، شعار انقلاب فرانسه است که روی تمامی سکه های فرانسوی از همان زمانی که دکتر شریعتی در پاریس بوده تا به امروز نقش بسته است، همچنان که بر سردر تمامی مدارس و دانشگاه ها این شعار به چشم می خورد. چند سخنرانی معدود وی نیست که همزمان به صورت کتاب و در تیراژهای نیم میلیونی چاپ و به صورت رایگان و یا با قیمتی اندک به فروش می رسید، یکی آری اینچنین بود برادر بود با کمتر از 30 صفحه که هیچ ربطی به اسلام نداشت و شرح ساختن اهرام مصر را نیز دکتر شریعتی نادرست تشریح کرده بود، زیرا وی ساهرانه می گوید که بردگان آنها را ساختند، اما امروزه در تمامی کتاب‌های جهانگردی مصری شرح داده شده است که اهرام مصر توسط خود مردم مصر به طور افتخاری در 4 ماهی که آب نیل بالا می آمده و کاری نداشتند انجام دادند. دیگری کتاب ابوذر غفاری بود که سوسیالیسم را
در قالب یک راهزن عرب تشریح کرده بود. کتاب دیگر تشیع علوی تشیع صفوی بود. وی در این کتاب مجلسی را که با جمع آوری ده ها جلد کتاب از روایات و احادیث رهبران اسلامی چهره واقعی اسلام را معرفی می کرده و می کند را تکذیب کرده بود و تشیع را به عنوان یک حزب سیاسی آن هم با توجیهاتی کاذب برای گرفتن قدرت سیاسی معرفی کرده بود. در صورتی که امام علی برای کسب قدرت سیاسی در زمان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان هیچ تلاشی نکرده بود و حتی بعد از عثمان وی به زور و فشار خلافت سیاسی را پذیرفت و فرزند وی امام حسن با دریافت امکاناتی قدرت سیاسی را به معاویه واگذار کرد و سالار شهیدان امام حسین نیز که به خاطر جنگ رقابتی با یزید در رابطه با اورینب مجبور به ترک مکه و مدینه شد را در دو سخنرانی شهادت و پس از شهادت آنچنان واژگون معرفی نمود که امام حسین چه گوارا و حنیف نژاد دوران شد. در صورتی که تاریخ گواه است که امام حسین پس از این که تأییدات قبایل را کاذب یافت به دایی خود آقای شمر پیشنهاد نمود تا به ایشان اجازه بدهد تا به نزد پسر عموی خود آقای یزید رفته و با وی مذاکره و صلح کند، اما شمر که رفته بود حسین را بیاورد سر حسین را برای یزید برده و درخواست صلح و مذاکره وی را با خلیفه ناشنیده گرفته و گفت تو میخواهی با خلیفه روی گرفتن استانداری مصر توافق کنی، مصر از آن من است و هم خواهرزادش عباس را کشت و همسر امام حسین را برید. پس از امام حسین نیز هیچ یک از امامان تشیع در سیاست دخالت نکردند. حتی وقتی ابو مسلم خراسانی نامه خلافت را برای امام جعفر صادق روان کرد، ایشان پیشنهاد خلافت ابو مسلم خراسانی که خلافت امویان را منقرض نموده بود را رد کرده و گفت ما در سیاست دخالت نمی کنیم. حالا علی شریعتی از کجا رفت و تشیع علوی تشیع صفوی را آفرید و شیعه را یک حزب تمام معرفی کرد و با نوشتن امت و امامت حکومت ولایت فقیه امامت را برای امامت داخل پرانتز گوسپندان و کوچک فکرانی که نیازمند ولی و قیم هستند پرانتز بسته آفرید را باید جستجو کرد تا بیابیم در کدامین کارگاه رنگرزی و ساحری و خوشتقنی ساخت و پرداخت و به ناف ملتی بست که خود او پس از 18 ماه پذیرایی در کمیته مشترک همه را فراموش کرده و به هویت ملی و تمدن 2500 ساله اعتراف کرد. از سوی من این خبر را برای نخستین بار در جهان فاش کنم که کتاب‌های چند صفحه‌ای و جزو مانند دکتر شریعتی در تیراژ‌های نیم میلیونی توسط حسینیه ارشاد چاپ و پخش می‌شد و از هر کس که سخن ساحرانه چون علی شریعتی داشت، اگر در یک جامعه 30 میلیونی شما کتاب را با تیراژ نیم میلیونی چاپ و پخش می کردید، ناخودآگاه آن فرد تبدیل به بت می شد و در هر خانه کتابی از او یافت می شد و دور از ذهن نبود که به خاطر همان تزریق نیم میلیونی کتاب امر به خود او مشتبه بشود که او پیامبر است. هرچند همسرش مثل خدیجه او را قبول ندارد. علی شریعتی پادشاه حامی طبقات مردم است. آنگاه که مقاومت دلیرانه نسل نو و دانشجویان را در زندانهای نظام اسلامی می‌بینیم و این پایداری‌ها را با شرایط یکی از بزرگترین سمبول‌های انقلاب اسلامی در زندان محمد رضا شاه مقایسه می کنیم، در می یابیم که این نسل نو و جوان امروزی از مهندس تبرزدی، دکتر آقاجری تا باطبی و محمدی ها و دیگر عزیزانی که سالهاست در زندانهای مخوف اسلامی مقاومت می کنند واقعا قهرمان ملی و جسوری هستند
و بر اساس بازنگری کوتاهی به تاریخ پیش از انقلاب و اسناد موجود در ساواک و خاطرات و یادها در میابیم که در نظام به اصطلاح شدید پلیسی ساواک و محمد رضا شاه متهم به محض کوتاه آمدن یا آزاد میشد یا از امکانات رفاهی برخوردار میشد، چنانچه فقط در یک روز تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی که حبیب الله عسکرولادی مسلمان نیز در میان آنها بود، فقط با گفتن سپاس شاهنشاه از زندان آزاد شدند. از همه مهمتر افسونگر و به قول محمود فرجامی نویسنده روزنامه شرق تهران، دوست دروغ پرداز ما دکتر شریعتی را می توانیم مثال بزنیم و بازداشت های او و نوع برخورد دو جانبه را در رابطه با او بررسی کنیم. با در نظر داشته این که ده ها جوان معصوم و عاشق و پرشور و احساساتی فقط با داشتن و یا مطالعه کتابی از علی شریعتی به زندان می افتادند و این بچه های پرشور و احساساتی معصوم آنچنان لجبازی و مقاومتی در بازجویی ها می کردند که تحمل آزار و اذیت و شکنجه را بر اساس تبلیغات دکتر شریعتی نوعی اجر الهی می دانستند. غافل از این که شخص دکتر شریعتی بر اساس اسنادی که امروز منتشر شده است هم با نیروهای امنیتی همراهی و همکاری می کرد و هم به گونه‌ای وانمود می کرد که او در راه خدمت به آرمانهای اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی تلاش و فعالیت می کند. البته شاید برخی بگویند که اینها همه شیوه های شیادانه و یا رندانه و یا نوعی برخورد شارلاتانیز از سوی دکتر شریعتی با ساواک و نظام پادشاهی بوده است. اما اسناد منتشر شده ساواک درباره دکتر شریعتی مسئله را به این سادگی ها مطرح نمی کند. همسر دکتر علی شریعتی و هنر بازی دادن افراد. هرچند باید نکته ها و کنایه های سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوی همسر دکتر را درباره او مد نظر داشته باشیم که با انتشار کتاب ترهی از یک زندگی برخی از حرفهای دلشان را در نقد شخصیتی دکتر شریعتی که در هنگام زندگی مشترک درگیری های فراوانی با هم داشتند را به نگارش درآورده است. مثلا در صفحه 183 همین کتاب خانم دکتر پوران شریعتی را قهرمان هنر بازی دادن افراد معرفی می کند و به راستی چنین بود. علی شریعتی به سادگی عام مردم حتی دوستان و یاران و خانواده‌اش را بازی می داد و برای توجیه ایرادات خودش 1001 دروغ جعل می کرد و آنقدر حرافی می کرد که طرف مقابل ریشه کلام را فراموش می کرد و یا همسر دکتر شریعتی در همین کتاب صفحه 170 اعتراف می کند که گاهی مردم از پرحرفی های شریعتی حتی در مجالس سخنرانیش خسته می شدند. سخنرانی که قرار بود فقط یک ربع باشد یک ساعت طول کشید. مردم خسته شده بودند، اما دکتر به عمد سخنرانی را طولانی کرده بود. و یا اینکه علی شریعتی در انجام ده‌ها سخنرانی پرگو و افسونگرش هرگز تحقیق و تفکر نمی کرد. خانومش در این باره می نویسد برای انجام سخنرانی هایش فرصت تحقیق قبلی نداشت و بیشتر از حافظه‌اش کمک می گرفت. و این کمک گیری از حافظه موجب می شد تا ده‌ها تضاد و تناقض در گفته ها و نوشته های ساحرانه او بیابیم. البته مردم ما به پامنبری بودن و حرافی عادت کردن. نبودشت همین برنامه های 20 تلویزیونی که ماها داریم. 100 نفر خطیب و سخنران و گوینده است که مرتب جلو دوربین ها حاضر می شوند و سخن می گویند. مردم هم جلو جعبه های جادوی می نشینند و کلی لذت می برند. بر برنامه سازی تعدادی هم مرید دارد که تلفن می کنند و فاکس می فرستند و احیانا کمکی هم می کنند. بر همین اساس فروش و مطالعه کتاب و نشریات حداقل در میان 7 میلیون ایرانی مقیم خارج به طرز شدیدی کاهش یافته است.
و فروش کارهای هنری موزیک و غیره نیز شدیداً کاهش یافته است. این درد بزرگ در زمان علی شریعتی هم وجود داشت. سخنرانی‌های او در ارشاد توسط آقای کاظم متحدین، جریری و پرویز خرسند روی کاغذ پیاده می‌شد و پس از چاپ در تیراژ بالا پخش می‌شد و چون از زیبایی ویژه‌ای برخوردار بود مورد توجه همه قرار می‌گرفت. که شخص دکتر میناچی مدیریت ویژه‌ای بر این کارها داشت. پرویز خرسند هنرمند بود. پرویز خرسند خودش هنرمندی بود که علی شریعتی از ذوق و شوق او بهره می برد و او را می ستود. کارهای جاودان پرویز خرسند از بهترین آثار نگارش قرن ماست. هابیل و قابیل، برزیگران دشت خون و آنجا که حق پیروز است. شاید فاش ساختن این اسرار شگفتی‌های فراوانی برای خواننده پدید بیاورد که هرچند افرادی تحت تأثیر شریعتی کشته شدند و یا زندانی و شکنجه شدند، اما خود او هرگاه که با مقامات امنیتی روبرو می شد سعی در زنده و آزاد بودن خود داشت. بدین رو همواره با حرافی و افسانه پردازی رضایت ماموران امنیتی را جلب می کرد و خیلی زود بدون هیچ آزار و اذیتی آزاد می شد و حتی آوانس هایی نیز می گرفت. وی در سال 1331 برای مدت کوتاهی بازداشت شد، اما آنچنان ماهرانه توانست با نیروهای امنیتی برخورد کند که بعد از کودتای 28 مرداد نویسنده و گوینده رادیوی مشهد شد. داخل پرانتز، از خرداد 1334 هفته ای دو برنامه رادیویی اجرا می‌کرد. پرانتز بست. در سال 1336 بازداشت شد و در کمتر از دو سال پس از آن توانست از موهبت بورس شاهنشاهی بهره ببرد و به پاریس برود. پس از چندی برای شرکت در مراسم ترحیب مادرش به ایران بازگشت. هرچند به خاطر فعالیت‌هایش در پاریس می‌بایست دستگیر شود، اما به راحتی سوار هواپیما شده و به فرانسه بازگشت. دروغ‌های بسیاری سراسر زندگی علی شریعتی را در بر گرفته است که این سخنان نادرست توسط خودش تحریزی و توسط خانواده‌اش بزرگ و در میان عوام جا افتاده. مثلا برای بازگشت علی شریعتی به فرانسه با اینکه ممنوع الخروج بوده یا نبوده میگویند که نام او در مرز زمینی بازرگان ممنوع الخروج بود، اما او با هواپیما خارج شد زیرا در فرودگاه ممنوع الخروج نبود. عوام هم این را پذیرفتند، در صورتی که این گونه مسائل نخست به فرودگاه ها ابلاغ می شود و بعد به مرزهای زمینی، و کلن اگر کسی بخواهد دزدانه از کشور خارج شود از مرز زمینی عبور می کند، چون زمینی تقلق‌تر است و فرودگاه ها کنترل بیشتری دارند. از این گونه دروغ ها در زندگی شریعتی فراوان است که ما پیش از این به شعارهای اصلی او، تحصیلات او و دروغ نویسی تاریخ صدر اسلام و غیره اشاراتی داشتیم. ساواک، دکتر شریعتی برای عناصر افراطی بسیار مفید است. از همه مهمتر زمان زندانی شدن آخر او در کمیته مشترک ضد خرابکاری و یا برخوردهای او با ساواک در سال 1347 که او شدیداً هم انقلاب سفید را و هم منویات پادشاه را و هم طرح‌های تمدن ایران را تأیید کرده است، به گونه ای که تیمسار بهرامی رئیس ساواک مشهد یکی از حامیان درجه اول دکتر شریعتی بود. او طی گزارشات فراوانی به مرکز همکاری های دکتر شریعتی را مفید دانسته بود. گیومه، همان گونه که مکررن گزارش شده است، دکتر شریعتی برای مأموران خارجی و عناصر افراطی بسیار مفید است. به هر حال او چنانچه به درستی مدیریت شود می تواند برای ساواک و کشور مفید باشد.
داخل پرانتز به مفیدتر توجه شود، یعنی تا کنین مفید بوده مفیدتر شود. این شخص بسیار با معلومات است و روحانیت افراطی او را قبول ندارد، در حالی که چپ او را قبول دارد. ساواک خراسان معتقد است که جلوگیری از دکتر شریعتی و از دست رفتن اعتماد او به دستگاه و کشور می انجامد و از آنجا که او طرفداران زیادی دارد، این ممکن است نتایج نامطلوبی به بار بیاورد. با این حال اگر با برنامه‌ای و طرح سازمان یافته‌ای تحت کنترل باشد، با توجه به تفکرات جدیدی که دارد، داخل پرانتز یعنی تغییر مواضع، می تواند مفید واقع شود. داخل پرانتز اسناد ساواک منتشر شده توسط سید حمید روحانی. پرانتز بست. در مجموعه همین اسناد می بینیم که دکتر علی شریعتی طی نامه‌ای به ساواک که ملزم به نوشتن آن نبوده است، به نظام پادشاهی ابراز دوستی نموده است. وی در مصاحبه‌هایش و مکاتباتش با ساواک هرچند از وضع برخی موارد اظهار ناخرسندی نموده و از آینده بیمناک بوده است، اما انقلاب سپید شاه و ملت و مبارزه ضد فئودالی دولت را تأیید نموده و شاه را ملیگرا و کسی که مایل از حرف روشن فکران را بشنود معرفی نموده و از ساواک در دوران تیمور بختیار که در عراق بعد از این که مورد قهر قرار گرفته بود کشته شد انتقاد کرده و ساواک تازه را ستوده و نوع برخورد آنها را با زندانی تأیید کرده است. در همین اسناد منتشر شده ساواک توسط حمید روحانی، به نظر علی شریعتی، محمد رضا شاه شخصیتی فراطبقاتی و از همه وابستگی های طبقاتی آزاد است و مدعی شده است که در ایران طبقه حاکم وجود ندارد. علی شریعتی که این سخنان را در سال 1347 نوشته است، اضافه می کند که بر پایه تسلیم شخص پادشاه، اربابان زمیندار که طبقه حاکم ایران را ساخته بودند و از بین رفتنشان ناممکن می نمود، به ناگاه نابود شدند و ساختار اجتماعی و طبقاتی ایران از بنیاد دگرگون شد. علی شریعتی محمد رضا شاه را حامی و پشتیبان طبقات محروم معرفی نموده و نوشته بود که اعلی حضرت قطعا تصمیم به ارائه هرچه بیشتر دگرگونی های اجتماعی بنیادین در هر جا که ممکن باشد گرفته است. شریعتی که سابقا خود عضو حزب سوسیالیست های خداپرست بود و بینشی چپ و مارکسیستی داشت، در سال 1347 تغییر موضع داده و مدعی می شود که وی حتی در نوجوانی در کنار پدرش در کانون نشر حقایق اسلامی ضد کمونیست بوده است. اما این بازی دادن و دروغ علی شریعتی دیر نمی پاید و درست چند سال بعد در هنگامه اوج مبارزات چریک ها و مجاهدین، علی شریعتی چپ و مارکسیست می شود و درست آنگاه که پس از سرکوب چریک ها و مجاهدین در سال 52 بازداشت می شود، دیگر بار علی شریعتی تغییر مواضع داده و حتی شاگردان و دوستان و اندیشه های دیروز خود را برای حفظ جانش محکوم می کند. باری از سال 1347 و برخورد مثبت شریعتی با رژیم و حمایت تیمسار بهرامی رئیس ساواک خراسان، فعالیت‌های شریعتی دیگر بار به طور شتاب زده‌ای دنبال می‌شود و او برای سخنرانی به دانشگاه‌های آبادان، تبریز و نقطه‌چین دعوت می‌شود. ساواک تهران به برخی از سخنان علی شریعتی در این سخنرانی‌ها شک می‌کند و از ساواک خراسان استعلام می‌کند. تیمسار بهرامی در گزارش خود به تهران می‌نویسد که طی مصاحبه‌ای با علی شریعتی به این مدعی شده است که هرگز گمان نمی کرده است که رؤسای دانشگاه های کشور بدون مشورت و اجازه ساواک از او دعوت به عمل آورده باشند و شریعتی بر این مسئله پافشاری نموده است که گمان او بر این بوده است که برنامه ها با آگاهی قبلی ساواک ترتیب داده شده است. شریعتی در همین مصاحبه با رئیس ساواک خراسان تأکید نموده است چون در دو جبهه روحانیت و چپ فعالیت می کند، ارتجاع سرخ و سیاه، ساواک برای بهره گرفتن از سخنرانی‌های علمی او برنامه‌ریزی کرده است. در همین نوشته شریعتی اضافه می‌کند که او مطیع نظام پادشاهی است
و اعتقادی راسخ به کشور دارد و مشتاق خدمت است. علی شریعتی تأکید می کند که تصمیم بهره‌گیری یا عدم بهره‌گیری از او به نظر مقام های عالی کشور بستگی دارد و گفته شده که او اظهاراتش را این گونه پایان داده که از حالا به بعد هر جا که دعوت شوم به ساواک اطلاع خواهم داد. و چند سال بعد که شریعتی نقش مؤثری در مدیریت ارشاد دارد، به ساواک پیشنهاد می کند تا ارشاد را کنترل کند و نوارهای سخنرانی ها را در اختیار ساواک می گذارد. در سال 47 دکتر شریعتی توسط دوست خود منصور بازرگان اظهار تمایل می کند تا به سازمان مجاهدین خلق وصل شود. قریب بزرگ قرن ما دکتر شریعتی از دکتر سیاوش اوستا، فایل پنجم، صفحه 24، تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. حنیف نژاد: با این آدم شریعتی نمی شود کاری جدی انجام داد. منصور بازرگان قرار دیدار شریعتی با حنیف نژاد را در خانه پدری خود سازمان می دهد. حنیف نژاد سر قرار حاضر می شود و بیش از یک ساعت چشم به راه شریعتی می ماند. شریعتی مثل تمامی قرارهایش در خانه خواب مانده و سر قرار حاضر نمی شود. حنیف نژاد به منصور بازرگان می گوید با این آدم نمی شود کاری جدی انجام داد. اما این مسئله موجب نمی شود که مجاهدین از حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی برای دستیابی به اهداف و برنامه های خود بهره نبرند. آنگاه که فعالیت های علی شریعتی در ارشاد شدت می یابد، بسیاری از اعضای مجاهدین از آنجا به عنوان پایگاهی بزرگ بهره می برند، به گونه ای که خانم ماه منیر رضایی از بالکن حسینیه ارشاد اعلامیه های سازمان مجاهدین خلق را بر سر مردم می ریزد و تعداد بسیاری از دوستان، همشهری ها و شاگردان علی شریعتی در میان اعدامی ها و یا کشته های چریک ها و مجاهدین قرار می گیرد. مسعود و مجید احمدزاده و امیر پرویز پویان، حمید توکلی، بهنام آژنگ، غلامرضا گالویی، سعید آریان، لیلا زمردیان، محبوبه متحدین، حسن آلاتپوش، پوران بازرگان، فاطمه امینی، سرگرد علی محبی، همه اینها که کشته شدند رابطه صمیمی و نزدیکی با علی شریعتی داشتند و یا دوست او بوده و یا مستمع حسینیه ارشاد بودند. مجتبی طالقانی، منصور بازرگان، مهدی ممکن و ده‌ها نفر دیگر که بازداشت شدند اما جان سالم به در بردن نیز جملگی تحت تأثیر کلام ساحرانه و افسونگر شریعتی بودند. اما خواهیم دید که پس از تمامی این جانبازی ها مرشد و معلم و سخنور شورشگر علی شریعتی چگونه برای حفظ جان خود پس از بستن حسینیه ارشاد دیگر بار میهمان ویژه ساواک در کمیته بوده و از امکانات بالای رفاهی برخوردار بوده و به سفارش نیروهای امنیتی کتابهای علمی می نویسد و پس از آن آزاد گشته و از کشور خارج شد. دروغ، حسد و حرافی مشکل بزرگ تاریخ ما. بدون شک اگر مخالفت مراجع تقلید و روحانیون با ارشاد و شریعتی اوج نمی گرفت، هرگز ساواک حسینیه ارشاد را تعطیل نمی کرد. آیت الله میلانی در مشهد که رابطه بسیار نزدیک و صمیمی با استاد محمد تقی شریعتی داشت، نخستین مرجعی بود که علیه شریعتی فتوا صادر کرد و دو ماه پس از او روحانیون قم کارش را پی گرفتند. در برابر فتاوی مراجع
شاه نیز با بستن ارشاد موافقت کرد. توجیه مراجع به ویژه میلانی این بود که پادشاه حافظ شعائر و سنن تشیع است و کارهای ارشاد (پرانتز بدون مطهری) و علی شریعتی در ضدیت با دین رسمی بوده و جوانان را منحرف می کند و به سوی مارکسیست می برد. آیت الله میلانی از این کمک فقهی به پادشاه بهره برده و از ایشان خواست تا برای آزادی دو فرزندش که به جرم حمل مواد مخدر در عراق زندانی بودند مداخله کند. این مداخله نیز انجام شده و فرزندان آیت الله میلانی از زندان عراق آزاد شدند. پس از کشته شدن تعدادی از چریک‌ها و مجاهدین در سال 1350، علی شریعتی مجبور شد به یاد آنان یک سخنرانی تاریخی در مسجد نارمک تهران انجام بدهد. عدم انجام این سخنرانی در ارشاد به این خاطر بود که مسئولان حسینیه ارشاد دکتر میناچی و دکتر شریعتی متضمن شده بودند تا تمامی نوارهای سخنرانی ها در ارشاد را در اختیار ساواک قرار بدهند. علی شریعتی در سخنرانی مسجد نارمک با عنوان پس از شهادت به تجلیل از مجاهدین پرداخته و کشته شدن در راه آرمان ها را ستوده و این مورد را تشویق کرد. نبرد مسلحانه و فدا و شهید شدن در راه آرمان ها پس از سخنرانی علی شریعتی چراغ‌های مسجد را خاموش نموده و علیه نظام پادشاهی و به نفع چریک‌ها و مجاهدین شعار دادند. شریعتی در تاریکی مسجد و شب توسط چند تن از دوستانش محل را ترک کرد. پس از این سخنرانی شریعتی چند دیدار با ثابتی و معاونین وی داشت و 19 آبان 1351 ارشاد شاهد آخرین سخنرانی علی شریعتی بود و در روز دوشنبه 22 آبان 59 حسینیه ارشاد بسته شد. پیش از بسته شدن دکتر میناچی و شریعتی تهران را ترک کردند تا هنگام تعطیل در تهران نباشند. پس از بسته شدن ارشاد علی شریعتی پنهان شد و در همین هنگام نامه‌ای به فرزند 13 ساله اش نوشت. فرزند وی در پی پیشنهاد یکی از دوستانش این نامه را در تیراژ بالا تکثیر نموده و به بهای 1 ریال فروختند. البته بر اساس برخی از شواهد علی شریعتی زیر نظر و کنترل ساواک به اصطلاح مخفی شده بود. پس از پخش این نامه سازمان امنیت حساسیت بیشتری به شریعتی نشان داده و تصمیم به بازداشت وی گرفت، زیرا یک بار دیگر شریعتی عصبانی شده بود و در پی بستن ارشاد و ممنوعیت وی برای سخنرانی و غیره در این نامه به طور کنایه دستور جهاد داده بود داخل گیومه و آنگاه حق و باطل، خدمت و خیانت، زشتی و زیبایی با هم درگیر می شوند و جهاد آغاز می شوند. البته علی شریعتی هرگز گمان نمی کرد که فرزندش برای فروش 1 ریالی این نامه آن را علنی خواهد کرد. اما در خرداد ماه 1352 همزمان مأموران امنیتی به خانه علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی و دکتر رضا شریعت رضوی برادر خانم علی رفته و در جستجوی وی استاد محمد تقی شریعتی و دکتر رضا شریعت رضوی را بازداشت می کنند. علی شریعتی توسط پسر خالش جناب آقا اسقر منصوری که انسانی رعنا و مهربانی بود پنهان می شود. یعنی از این لحظه به بعد شریعتی نیمه مخفی بود، نه از پیش از آن. دکتر رضا و استاد شریعتی پس از چند بازجویی در کمیته مشترک ضد خرابکاری در اوین زندانی می شوند. علی شریعتی ماها فکر می کند چه باید کرد؟ باید تسلیم شد یا باید از کشور خارج شد؟ به گفته ناصر میناچی، آخرین مشاوره علی شریعتی
با هاشمی رفسنجانی در جلوی دبیرستان رفاه صورت می‌گیرد. هاشمی رفسنجانی به وی می‌گوید که بهتر از خودش را معرفی نماید و پیامدهای آن را نیز بپذیرد. علی شریعتی نزد دکتر آزمون رئیس اوقاف می‌رود. علی شریعتی به همراه دکتر ناصر میناچی نزد دکتر آزمون رئیس اوقاف می‌رود. دکتر آزمون تلفنی با پرویز ثابتی تماس می‌گیرد. ثابتی وعده می‌دهد تا به محض انجام گفتگویی با علی شریعتی پدرش آزاد خواهد شد. روز بعد علی شریعتی در دفتر پرویز ثابتی حاضر می‌شود. پس از یک گفتگو ثابتی از وی می‌خواهد تا فردا ساعت 10 بامداد خود را به رضا عطارپور داخل پرانتز حسینزاده که از معاونین و بازجویان ساواک بود معرفی کند. وی همتون در آمریکا نمایشگاه فرش و نیز اطلاعات بسیار از این دوران دارد. شریعتی از فردای آن روز به مدت 18 ماه تنها زندانی کمیته مشترک ضد خرابکاری است که بدون محاکمه و با برخورداری از شرایط ویژه مشغول به نوشتن چند کتاب می شود. تلاش برای زنده ماندن. کمیته مشترک ضد خرابکاری در پی تضادها و درگیری‌های مقامات امنیتی، پلیسی و ژاندارمری در رابطه با نیروهای چریکی و مجاهد به دستور محمد رضا شاه تشکیل شده بود که در ساختمان مرکزی شهربانی جای داشته و جمعی از ساواک، شهربانی و ژاندارمری آن را اداره می کردن و حرف آخر را ساواک می زد. علی شریعتی از نوجوانی آموخته و آن را تجربه نموده بود که با حرافی، افسانه پردازی و بهره بردن از اختلافات موجود در دولت و نیروهای امنیتی و پلیس شرایط را به نفع خود هدایت کند. وی به محض استقرار در کمیته مشترک تلاش دیرین خود را برای زنده ماندن آغاز می کند. در همان کمیته‌ای که افراد تحت تأثیر شریعتی به جرم چریک و مجاهد کشته، شکنجه و زندانی دراز مدت شده بودند، شریعتی شاخص‌ترین زندانی محترمی می شود که از امکانات بسیاری برخوردار می شود، به گونه‌ای که زندانیان بسیاری چون نعمت میرزازاده، هادی قفاری، کریمی و غیره هر یک به گونه‌ای تأیید کردند، در صورتی که دیگر زندانیان در شرایط سختی در بازداشت بودند، اما علی شریعتی یک کتابخانه در اختیار داشته است، وسایل برای نوشتن، ریشتراش برقی، باز بودن مدام درب سلول 2.5 در 1.5 متری، چنگال و رادیو و روزنامه، سیگار و لباس و غذا از خارج، میوه و امکانات دیگر هم چون ملاقات که زندانیان دیگر از این همه امکان بهره‌ای نداشتند. به گونه‌ای که علی شریعتی در توالت زندان میوه برای دوستانش چون نعمت میرزاده جاسازی می‌کردند. البته فرزند شریعتی که در هنگام بازداشت پدر 14 سال بیشتر نداشته است، برخلاف گواهی ده‌ها زندانی که شاهد تمامی این امکانات بودند، طی این سالها سعی کرده است تا به دروغ و برای پرده پوشی از فعالیت و همکاری‌های علی شریعتی با ساواک در زندان مدعی شود که شریعتی چون این امکاناتی را نداشته است و فقط قرآنی در اختیار او بوده، آن هم برای استخاره برای سربازها، آن هم به مدت چند ساعت. در مدارک به دست آمده از ساواک و نوشته‌های علی شریعتی در 18 ماه زندگی در کمیته مشترک علیه مارکسیسم و توجه به کوروش و تمدن 2500 ساله در می‌یابیم که وی در آخرین بازداشت خود نیز توانست اعتماد و توجه رژیم را به نفع خود جلب نماید و کسی که با افسانه‌های سحرانگیزش جوانان را به مسلخ برده بود، خودش از معرکه زندان جان سالم به در ببرد و از امکانات بالایی نیز بهره‌ور شود. به جز برخی از زندانیان سیاسی، مأموران بلند پایه ساواک نیز این مسئله را تأیید نمودند
که علی شریعتی در مدت 18 ماه اقامت در زندان کمیته به سفارش ساواک علیه مارکسیست کتاب می نوشته است. ایرج فریدی، رئیس اداره کل ساواک، در بازجوهای بعد از انقلاب خود این معامله علی شریعتی با ساواک را تأیید نموده است. دکتر جلال متینی نیز طی مصاحبه‌ای با یکی از مأموران ساواک صحت این مسئله را گواهی داده است. پیش از سال 52 شریعتی در نوشته‌های خود آنچنان در دفاع از مارکسیسم مطالب اغراق‌آمیز نوشته بود که حتی نقاط ضعف این تفکر را توجیه و یا انکار نموده بود. وی در کتاب انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین که در روزنامه کیهان با عنوان درس‌هایی از مارکسیسم چاپ شد، 180 درجه پس از به کشته دادن ده‌ها جوان تغییر موضع داده بود. وی درباره مارکسیسم سابق بر آن نوشته بود که سوسیالیسم به عنوان برابر طلب ضد سرکوب، ستم و بهره‌کشی انسان به دست انسان برای همه آنها که دینگرا یا نادینگرا هستند جذابیت دارد. صفحه 137 مجموعه آثار 18 شریعتی. شریعتی از مارکس هم مارکسیستر بوده و نوشته و گفته بود که مارکس نه به ماتریالیسم دیالکتیک که به دترمینیسم دیالکتیکی باور داشت. صفحه 224 میم 17 خط تیره 1. شریعتی آنچنان در تلاش ساختن یک مارکسیست اسلامی بود که حتی نظریات قاطع اسلام و مارکس را تحریف می‌کرد. شریعتی نوشته بود که در قرآن تعین‌گرایی وجود ندارد. صفحه 103 مجموعه آثار. شریعتی در منحرف نمودن افکار و دفاع از مارکس مدعی شد که مذاهبی که مارکس به آنها تاخته است مذاهب چند خداگرا بودند. وی در صفحه 233 کتاب شماره 17 خود مدعی می شود که مارکسیسم ضد ماده‌گرایی است. دروغ و نیرنگ و افسانه پردازی تا چه حد؟ و نیز وی برای اسلامی کردن مارکسیسم نوشته بود که دیالکتیک به اسلام نزدیکتر است تا به منطق ارسطو. علی شریعتی در 18 ماه اقامت خود در کمیته مشترک تمامی همخوانی‌ها را در رابطه با اسلام و مارکسیسم مثل آب خوردن نفی کرد. علی شریعتی که در هنگام سربازگیری چریک‌ها و مجاهدین و درس‌های اسلام شناسی مدعی شده بود که نه مارکسیست است و نه مارکسیست ستیز، آنچنان به تفکر مارکس دروغ‌های شاخدار بست که از آنچه به اسلام بسته بود بزرگتر بود. علی شریعتی در 18 ماه اقامت خود در کمیته مشترک تمامی آن همخوانی‌های قید شده در خطوط بالا را در رابطه با اسلام و مارکسیسم مثل آب خوردن نفی کرد و در انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین که با عنوان درس‌هایی از مارکسیسم در کیهان چاپ کرد نوشت: باید بر این تفکر پای فشرد که در میان فلسفه اسلام و مارکسیسم اختلافات آشتی ناپذیری وجود دارد. داخل پرانتز مجموعه آثار شماره 24. این سخن شریعتی را با تعریف از مارکسیسم که در 10 خط بالاتر آمده مقایسه بفرمایید. علی شریعتی در این نوشته: با به فراموشی سپردن تمامی افکار دیروز خود در رابطه با اسلامی کردن مارکسیست و مارکسیستی نمودن اسلام، نوشت که کلن اسلام و مارکسیست دو تفکر ضد یک دیگرند که هر یک خواهان نابودی دیگریست. علی شریعتی در نوشته های واپسین خود تمامی آثار پیشین خود را در هنگام حیات نفی کرده و بر آنها مهر ابطال زد، از جمله شهادت و پس از شهادت، آری برادر، اسلام شناسی، ابوذر، شیعه یک حزب تمام و ده‌ها نوشته و سخنرانی دیگر. علی شریعتی برای تخته کردن تلاش‌های مجاهدین و چریک‌ها تیر آخر را زد و گفت:
اگر مکتبی جنبه ای از مکتبی دیگر را وام یا به خدمت بگیرد، این کار به تجزیه و شکست کامل ناخالص خواهد انجامید. صفحه 123 مجموعه آثار شماره 24. این سخن نفی تمامی نوشته های پیشین خود او نیز بود که اندیشه ها و مکتب های اگزیستانسیالیسم، پروتستانیسم و باورهای گروویچ و سارت و فرانس قانون و لوی ماسیون را تبلیغ نموده و به اسلام ذهنی خودش دوخته بود. در کتاب 7 صفحه 72 او می‌خوانیم: خداوند به ماده پرستی که نماز می‌خواند اما با درک مسئولیت اجتماعی خود به مردم خدمت می‌کند با نگاه مهربان‌تری می‌نگرد تا به مؤمنی که نماز می‌خواند و با این حال به دلیل درک نکردن مسئولیت اجتماعی خود به مردم خدمت نمی‌کند. کسی که ادعای پیغمبری، رهبری و سلطنت کرده بود و مرتب تغییر موضع می‌داد، این بار از طرف خدا هم حرف می‌زند و به سادگی و عوام فریبی آنچنان یک شب ضد مارکسیست شده که مستمعین دیروز ارشاد او نتوانستند آرام بنشینند و اعلامیه‌ای علیه وی منتشر نمودند. به ویژه آنگاه که اعلام شد مقاله شریعتی در کیهان با عنوان مارکسیست علیه اسلام چاپ خواهد شد. رابطه بریدن علی شریعتی و انشعاب در سازمان مجاهدین و کشتار بچه‌هایی که به اسلام باور داشتند. به گفته برخی از پژوهشگران و ناظران صاحب نظر رویدادهای معاصر ایران، انشعاب در سازمان مجاهدین خلق و قتل و کشتار بچه‌هایی که به اسلام و مارکسیسم باور داشتند بی رابطه با بریدن علی شریعتی نبود. جوانان پرشور مثل مجید شریف واقفی، لباف و غیره که تحت تأثیر کلام و افسونگر و شیادانه علی شریعتی مبارزه مسلحانه را برگزیده بودند و از رنگ باختنهای هر دوران او در رابطه با ساواک و حکومت بیخبر بودند، پس نمی توانستند مورد اعتماد چپهای رادیکال باقی بمانند. آنها گمان می‌کردند که همه کسانی که چون علی شریعتی به گونه‌ای التقاطی و موسمی و فرصت طلبانه به آرمان‌های چپ روی آورده‌اند، هرگاه با چند جلسه مصاحبه و یا مطالعه چند کتاب پی ببرند که میان اسلام و مارکسیست و دیگر تفکرات چپ قرن‌ها فاصله است، خیلی زود خواهند برید و تغییر موضع خواهند داد. و می‌توان مدعی شد که این نگرش که نمونه بارز آن معلم انقلاب اسلامی و افسونگر جوانان مؤمن و صادق بود، چپهای مجاهد را به آنجایی کشان تا بچه های معصوم را مظلومانه بکشند و به ویژه این که انشعابیون هم تجربه کمیته مشترک داشتند و هم از چگونگی زیست علی شریعتی در آنجا آگاه بودند و در کمیته مشترک بارها مأموران شریعتی را با زندانیان جوان روبرو می کردند و به آنها تفهیم می کردند که معلم شما این گونه با ما همکاری می کند، دیگر شماها چرا مقاومت می کنید؟ آری جان من شیرین است، اما جان تو ای جوان. خود علی شریعتی پس از آزادی 18 ماهه افسانه های مختلفی را برای ردگم کردن اقامتش در هتل کمیته مشترک ساخته بود تا در برابر اطلاعات و برخوردهای خشنی که در آنجا در رابطه با جوانان مقاوم در سطح شهر و کشور پخش شده بود، وی برخوردی رندانه از خودش را در تاریخ ثبت کند. مثلا افسانه پردازی های قتل هابیل و تیمسار زندیپور. نوشته علی شریعتی مارکسیسم علیه اسلام موجب خونریزی در میان نسل جوان آن دوران شد. باری نوشته علی شریعتی مارکسیسم علیه اسلام یک بار دیگر موجب خونریزی در میان نسل نو و جوان آن دوران شد. مجاهدین چپ بچه مسلمان ها را کشتند و ساواک خود آنها را از بین برد. در سال 55 پس از همه گیر شدن پشت کردن شریعتی به شاگردان دیروزش،
مجاهدین انشعابی با صدور بیانیه‌ای رسما اعلام نمودند که اسلام را رها کرده و تشکیلات آنها بر پایه مارکسیسم استوار است و ضمن تاختن به اسلام روشنفکران اسلامی چون علی شریعتی او را به نقد و نکوهش کشیدند. در آن اعلامیه آمده بود که تجدید نظر طلبان اسلامی از سید جمال تا شریعتی توانایی توضیح رویدادها و دشواری‌های نوین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ندارد. آنها با محکوم نمودن اسلام سیاسی به عنوان تفکری بی‌تحرک و نازا نوشتند که هر گونه تلاش سیاسی و آزادی بخش استوار بر دین بیدرنگ، کهنه و مهجور می‌شود. در این اعلامیه آمده بود که مجاهدین مسلمان بنیانگذار مکتب انقلابی مارکس را بررسی و از آن بهره‌های فراوان برده بودند. بدین سان بود که تئوریسین نخستین واژه مارکسیست‌های اسلامی مرتضی مطهری و دیگر روحانیون به آرمان‌های خود رسیده بودند، آن هم با قلم ساحرانه علی شریعتی. هم نیروهای چریکی و مجاهدین منهدم شده بودند، هم واژه اسلام از آنها گرفته شده بود و هم معلم بزرگ و پرشور آنها تجدید نظر کلی و بنیادین نموده بود و هم علی شریعتی برای نقد مارکسیسم از نوشته‌های مرتضی مطهری در نقد مارکسیسم و علل گرایش به مادیگری بهره برده بود. مسئله آزادی از زندان یک دروغ. یک دروغ دیگر که توسط خانواده شریعتی در تاریخ معاصر ثبت شده است، مسئله آزادی وی از زندان است. علی شریعتی در شب عید نوروز 1354 که آخرین روز اسفند 53 بود و در آن سال جشن چهارشنبه سوری با نوروز یکی شده بود، آزاد شده و با اتومبیل ساواک تا جلو درب خانه‌اش همراهی شد. آخرین روز اسفند 1353 می شود 20 مارس 1974. خانواده شریعتی تاریخ آزادی شریعتی را یک روز دیرتر رایج نمودند که در آن صورت می شود اول فروردین 54 تا بتوانند آن را به سال 1975 بکشانند. با انجام این بازی رندانه، یعنی جلو بردن یک روز تاریخ ایرانی، وارد سال جدید می شوند که سال جدید ایرانی یک سال سال میلادی را نیز به پیش می برند. با این پیش بردن سال آنها دروغ دیگری را به تاریخ تحمیل می کنند و آن این که در پی دیدار محمد رضا شاه در الجزایر 5 مارس 1975 در کنفرانس اوپن، وزیر خارجه وقت این کشور که از دوستان همکلاسی علی شریعتی بوده است، آزادی او را از شاه تقاضا کرده و شاه به محض بازگشت به ایران دستور آزادی علی شریعتی را داده است. در صورتی که اولا کنفرانس 350 روز بعد از آزادی شریعتی، یعنی در مارس 1975 صورت گرفته است. دومین که رئیس جمهور کنونی الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه هرگز در فرانسه تحصیل نکرده و او یک نظامی بوده است و در هنگام حضور علی شریعتی در پاریس او در الجزایر بوده است، وزیر خارجه آن وقت الجزایر. سومین که در جاهای دیگر اسم وزیر خارجه الجزایر را عبداللطیف خمیستی نقل کردند که این فرد هم هرگز با شریعتی رابطه‌ای نداشته است و کلن این که علی شریعتی در هنگام حضورش در پاریس با هیچ مقام بعد از استقلال الجزایر رابطه و تماس نداشته است، زیرا پیروزی انقلاب الجزایر در سال 1962 است و علی شریعتی در سال 1964 به ایران باز می گردد. یعنی 2 سال از اقامت او در پاریس همزمان بوده است با استقرار دولت مستقل الجزایر. آنگاه چگونه مقامات دولتی الجزایر که از سال 1962 قدرت سیاسی داشتند و سالهای پیش از آن در الجزایر و مراکش سرگرم نبرد و مبارزه بودند، می توانند 2 سال بعد از استقرار حکومتشان با علی شریعتی هم کلاسی باشند. در تفکر و اندیشه ها و شرح حال های نوشته شده،
در رابطه با علی شریعتی ده‌ها دروغ بزرگ موجود است که این دروغ آنچنان در همه جا جا افتاده است که حذف آن از اذهان و تاریخ کار ساده‌ای نیست، زیرا به سبک بسیار زیبا و شیرینی توسط خود شریعتی جعل و در تاریخ معاصر ما نوشته شده است. ما سه کلام بزرگ به یادگار داریم که نیکی در پندار، گفتار و کردار است. من در برابر این سه نیک اهورایی مایلم سه درد و بیماری تاریخی را نیز بیان کنم و از همه بخواهم که همواره از یزدان پاک بخواهیم که آن سه نیک را به ما ارزانی کند و این سه بد اهریمنی را از ما و تاریخ ما بگیرد: حرافی، حسد و دروغ. ساواک پشتیبان دکتر شریعتی بود. چند ماه پیش که بحث دکتر شریعتی را آغاز کردیم، تیتر ما چنین بود که این بار شریعتی ها می آیند، به هوش باشید. دیری نپایید که در کمتر از سه ماه این نظریه در صحنه سیاسی کشور هویدا شد و آقای میرحسین موسوی که سالها با اندیشه و تفکر و عمل مارکسیستی رئیس دولت جمهوری اسلامی بود، دیگر بار به عنوان نامزد ریاست جمهوری برای انتخابات سال آینده از سوی به اصطلاح اصلاح طلبها مطرح شد. میرحسین موسوی از جمله پیروان دکتر علی شریعتی است که شدیداً به مارکسیست اسلامی باور داشته و عملاً این تفکر را در هنگام نخست وزیری خود به ورطه عمل رسانده و جامعه ایران را به تغییر از اتحاد جماهیر شوروی و آلبانی و غیره کوپونی و کمونیستی نمود، اما با نام جمهوری اسلامی و دولت اسلامی. نیروهای اطلاعاتی رژیم با فراهم نمودن زمینه روانی کشور در اردیبهشت و خرداد طی برگزاری یادواره‌هایی برای دکتر شریعتی و استفاده از فرزندان تبعیدی وی که سالها در خارج شعار اپوزیسیون می‌دادند، سخنرانی‌ها و جلساتی را در تهران برگزار کردند و در مدح و ستایش دکتر علی شریعتی پرداختند. همزمان با طرح این مسئله از سوی ما و انعکاس گسترده آن در داخل کشور، شخصیت‌ها و فرهیختگان بسیاری نیز به میدان آمده و نقد علی شریعتی را دنبال کردند، به گونه‌ای که خود من هر هفته ده‌ها فاکس و ایمیل و تلفن از ایران دریافت می‌کرده و می‌کنند که این عزیزان در پی مطالعه نمودن نیم روز از طریق اینترنت، از تحلیل‌ها و خبررسانی‌ها و افشا نمودن ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر آگاه گشته و از این آگاهی شادمان بوده و هستند. پیش از این آگاه شدیم که چگونه علی شریعتی یک شب و یک سال مارکسیست بود و یک روز و یک سال دیگر برای حفظ جان ضد مارکسیست می‌شد و یا یک بار ضد تاریخ و تمدن کهن ایران بود و گاهی دیگر مداح تمدن 2500 ساله می‌گردید. علی شریعتی شدیداً مخالف تمدن و فرهنگ کهن ایرانی بود و آیین مهر و میترا را جادوگری می‌داند. علی شریعتی در باور و اندیشه درونش یک مارکسیست دگماتیسمی بود که هدف و سیده را برایش توجیه می‌کرد. وی با پایداری در تفکر مارکسیستی شدیداً مخالف تمدن و فرهنگ کهن ایرانی بود. داخل پرانتز، هرچند در هنگامه اقامت 18 ماهه‌اش در کمیته مشترک بسیار مداح و مبلغ فرهنگ و هویت ملی و تمدن 2500 ساله بود. پرانتز بسته. دکتر علی شریعتی در کتاب اسلام شناسی خود آیین مهر و میترا را که حافظ شیراز به داشتن آن افتخار می کند و علامه طباطبایی نیز با صراحت کامل می سراید که بود کیش من مهر دل داده ها پرستش به مستی است در کیش مهر، این را علی شریعتی آیین جادوگری می داند. در آغاز سخنرانی آری این چنین بود برادر، هنرمند دروغ پرداز و افسونگر ما، با یک آب و تاب مظلومانه ای افکار شنوندگان را به گونه ای رندانه تحت تأثیر قرار می‌دهد که بله،
آقا تشریف برده بودند به مصر تا از اهرام ثلاثه و عجایب هفتگانه دیدن بفرمایند که ناگهان توجه این افسونگر دروغ پرداز به دخمه هایی جلب می شود و از راهنما می پرسد و راهنما می گوید که آنها گورستان 30,000 برده است که در هنگام حمله سنگ های اهرام جان سپردند. کل این موضوع دروغ است. در تاریخ مصر چون این چیزی ابدا مطرح نشده است که تمدن مصر توسط برده ها ساخته شده باشد و یا اینکه گورستانی از 30,000 برده، آن هم بردگانی که اهرام مصر را ساختند، پس از آن خیلی زود روشن می شود که چرا علی شریعتی چون این دروغ شاخداری را به تمدن مصر نسبت می دهد. زیرا که سریعا مسئله را به خودش و تاریخ و تمدن ایران پیوند می دهد. رفتم در کنار دخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خیشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این دخمه ها. هر دو از یک نژادیم. حالا ما در نظر نداریم تا وارد بحث‌های نژادی بشویم، زیرا کلاً طرح این مسائل غیر انسانی است. اما این افسونگر شیرین سخن دروغ پرداز چه آسوده و راحت عزیزان آفریقایی را با ایرانیان هم نژاد می‌پندارد. چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم، دیدم که چقدر با آن عظمت و شکوه و جلال بیگانه ام، یا نه چقدر با آن عظمت و هنر و تمدن کینه دارم. دیوار چین را هم پدران برده من بالا بردند و هر که نتوانست سنگینی سنگهای عظیم را تاب بیاورد و در هم شکست، در جرز دیوار گذاشته شد. دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت من، و دیدم چنان است که پنداری همه آنهایی که در این دخمه ها خفتند برادران منند. فریب بزرگ قرن ما دکتر شریعتی از دکتر سیاوش اوستا، فایل ششم صفحه 30، تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. aavaybuf.com علی شریعتی تاریخ چین و مصر را نیز زیر ضربات دروغین خود می‌گیرد. علی شریعتی نه تنها تاریخ اسلام و ایران را تعریف می‌کند، بلکه تاریخ چین و مصر را نیز برای زدن تمدن شکوهمند ایران زیر ضربات دروغین خود می‌گیرد و آنچه را خود مورخین مصر و چین ننوشتند، ایشان خواب نما شده و مطرح می کنند تا بتواند به سادگی تمدن هزاران ساله ایران را دشنام و نفرت و کینه بنامد. و جالب اینجاست که ستم و ظلمی که مهاجمان تازی به ما روا داشتند و با از بین بردن تمدن کهن ما به دهات و روستاها و شهرهای ما حمله کردند و ما را چون چهار پایان به کار بردگی گرفتند و فروختند را، علی شریعتی به حساب تمدن پیش از اسلام می‌گذارد. گیومه، تو رفتی و ما همچنان در کار ساختن تمدن‌های بزرگ، فتح‌های نمایان و افتخارات عظیم بودیم. به دهات و روستاهایمان می‌آمدند و چون چهار پایانمان می‌گرفتند و می‌بردند و به کار ساختن گورهاشان می گماشتند. حالا باید از این آقای متفکر و اندیشمندی که میلیونها انسان را افسون کرده است پرسید که در کجای تاریخ ایران برده ها گور ساز شاهان بودند. علی شریعتی مسئله ای را که خودش در تمامی دوران زندگیش از آن بهره گرفته است را به حساب تاریخ گذاشته و بسیار شیرین آن را مطرح می کند که
گاهی ما را به جنگ می بردن. جنگ علیه کسانی که نمی شناختیم و شمشیر کشیدن به روی کسانی که نسبت به آنها هیچ کینه‌ای نمی ورزیدیم. دو گروهی با هم می جنگیدند بدون این که هم را بشناسند و برای کسانی که با هم نمی جنگیدند اما هم را می شناختند. عین این سخن علی شریعتی عمل کرد خود او، یعنی از سال 1332 با رژیم پادشاهی و نیروهای امنیتی آشنا می شود و در مراحل مختلفی از ایران گرفته تا پاریس و دیگر بار در ایران و در هنگام تأسیس سازمانهای چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق، جوانان را تشویق به شورش و انقلاب مارکسیستی و غیره می کرد و آنها را با دولت و بعدها با ساواک درگیر می کرد. اما تا خودش گیر می کرد، چون آن مقامات بالا را می شناخت و از سوی آنها حمایت می شد، به راحتی از معرکه خارج می شد. اما جوانان معصوم و بیگناه و عاشق که جذب حرافی ها و دروغ پردازی های این رند افسانه پرداز شده بودند، در مخمصه ها گیر می کردند و تمام زندگیشان تباه می شد. چه بچه هایی که در خارج از کشور توسط وی منحرف شده بودند، چه بچه هایی در داخل کشور زیر فشار و شکنجه و محرومیت از درس و کار و غیره. اما او را خود را می پیمود. یعنی بسیاری از سخنان شریعتی شامل حال خودش می شود. از جمله همین شناخت سران و قربانی شدن عاشقانی که هم را نمی شناسند. یک طرف عاشق آرمانهای انسانی و غیره، طرف دیگر عاشق خدمت به میهن و امنیت کشور و انجام وظیفه و آن بالا دیگرانی که با هم ساختند. دکتر علی شریعتی آنچنان مجذوب مارکسیست شده بود که تمامی اندیشه ها و ادیان کهن ایرانی را نفی می کرد. گیومه برادر، دیگر بار در کام ناامیدی بودیم که امیدی به ماندن من خواند. پیامبران بزرگ برخواستند، زرتشت بزرگ، مانی بزرگ، بودای بزرگ، کنفیسیوس حکیم، لاوتسوی عشق. اما برادر، این مبعوثین خدایان از خانه بعثتشان فرود می آمدند و بی هیچ اعتنایی به ما و بی هیچ نام و یادی از ما راهی کاخ و قصری می شدند. زرتشت در آذربایجان مبعوث شد و بی آن که به ما تازیان خردگان سخنی بگوید به بلخ شتاب و در سلامت دربار گشتاس از ما برید. این تحلیل افسونگرانه و شیرین سخن شریعتی سراپا دروغ است، زیرا زرتشت را جهان می شناسد و می داند که او که بود و چه کرد و از همه مهمتر مرگ پر افتخار او. زرتشت در دفاع از آب و خاک ایران زمین در جنگی با مهاجمان و تازیان غیر ایرانی در جبهه جنگ جان داد. اما علی شریعتی آن مرد بزرگ را تحقیر می کند و برای مانی نیز دروغی بزرگتر می گوید. درباره مانی که به فتوای کرتیر به قتل رسید و جانش را فدای اندیشه‌اش کرد و امروز جهانی به او می بالد می گوید. گیومه و مانی از نور گفت و به ظلمت تاخت و روشنی را در گوش ما زندانیان ظلمت زمزمه کرد. اما گفتار روشنش را در کتابی پیچید و به شاپور ساسانی هدیه کرد و در تاج گذاریش خطبه خواند و افتخارش همه این شد که در رکاب شاپور هند و بلخ را گشت و بعد از این چنین من شکست و شکست من را سرود. چون این هجوم ناجوان مردانه و نابخردانهی که علی شریعتی با آن سبک سخن زیبا و سحرآمیزش به فرهنگ و تمدن و اندیشه و خردمندان کهن ایرانی چون زرتشت و مانی روا داشت، استعمار نوین و بیگانگان ایران ستیز با سالها جنگ نمی توانستند
ایرانی را به دستاوردهای پر افتخار کهن و باستانش بدینسان بدبین و دشمن کنند. علی شریعتی تصمیم قاطع گرفته بود تا تمامی مظاهر تمدن و ترقی کهن ایران را زیر پا نهاده و تحقیر کند و به عکس صدر اسلام را مارکسیست و سوسیالیست معرفی کند، زیرا که نظام پادشاهی از دروازه های تمدن بزرگ و جشن های 2500 ساله می گفت و پادشاه را آریامهر می خواندند و او می بایست برای شوراندن تهیدستان و حتی روشنفکران ناآگاه، چه آنان که به دین باور دارند و چه آنان که بیدین هستند، اسلام را با شعارهای مارکسیستی رنگ نماید و از آن تابلوهایی زیبا بسازد که دل هر شنونده‌ای را بفریبد. و جالب این که در همین جزوه 32 صفحه‌ای آری این چنین بود: برادر در یک صفحه و با اختلاف چند خط تضاد بزرگی در گفته‌های شریعتی می‌یابیم. او وقتی از پیامبر اسلام یاد می‌کند می‌گوید گفتن یتیمی بوده است و همه او را دیدند که در پشت همین کوه گوسفندان را می‌چرانیده است. گفتم عجب، چگونه است که خداوند فرستاده‌اش را از میان چوپانان برگزیده است؟ دکتر علی شریعتی افسانه پرداز و افسونگر بزرگ قرن ما آنچنان پرشتاب توسن استهمارش را می‌تاب که درست 3 خط بعد یا 30 ثانیه پس از آن که از مبعوث شدن یک چوپان به پیامبری متعجب است، خودش میگوید که گفتند او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان. از شوق یا از هراسی گنگ بر خود لرزیدم که برای نخستین بار از میان ما پیامبری برخاست. علی شریعتی تملقات بسیاری درباره محمد رضا شاه با خط خودش نوشته است. علی شریعتی بدون شک برخوردار از یک حمایت بسیار قوی در داخل دستگاه و سیستم حکومتی بود و به گونه‌ای که همگی با هم نظام پادشاهی را به مسخره گرفته بودند و آن دستگاه‌های بزرگ و پرطمطراق سخنان رادیکال و تند علی شریعتی را به تملقهایش از شاهنشاه می بخشیدن. به عنوان مثال شریعتی خودش اعتراف می کند که با دستور ساواک سخنرانی هایی انجام داده است. به من گفتند از طرف ساواک دستور داده شده شما سخنرانی بکنید. داخل پرانتز شرکت نفت دانشگاه تبریز و غیره. ولی اجازه ندهید دانشجویان سوال کنند. من هم به همین نحو عمل نمودم. ساواک که مشهد می داند که من از طرف آخوندها و چپیها تا چه حد مورد اهانت قرار می گیرم. آنها می گویند دولت دکتر شریعتی را از اروپا آورده که با آخوندها و چپیها مبارزه کند. به هر حال من مطیع دستگاه هستم. داخل پرانتز اسناد ساواک. رابطه علی شریعتی با دستگاه‌های امنیتی آنقدر خوب بوده است که در سال 1334 می توانست رئیس رادیو را عوض کند. خود شریعتی طی دستخطی که در اختیار است، داخل پرانتز نامه‌ای که به پسر عمه‌اش نوشته است، می نویسد روی مبارزاتی که بین ما و رئیس تبلیغات رادیو مشهد در گرفت و حمدالله توانستیم رئیس رادیو مشهد را که آدم خوبی نبود برکنار کنیم و اداره آن اکنون دست یکی از دوستان خود ماست و از این لحاظ من هم، داخل پرانتز علی شریعتی، هفته دو بار در رادیو صحبت می کنم، یکی روزهای سه‌شنبه از ساعت 5:30 بعد از ظهر و یکی هم در برنامه مخصوص روزهای جمعه. داخل پرانتز طرحی از یک زندگی، صفحه 301. برخلاف آنچه برخی در تلاشند تا علی شریعتی را ضد پادشاه معرفی کنند، وی تملقات بسیاری درباره محمد رضا شاه با خط خودش نوشته است که پیش از این به چند مورد اشاره شد. ناگهان با یک تصمیم شخصی شاهنشاه همه این نیرو تغییر جهت داد. و یا آنچه اکنون مرا کاملا معتقد کرده است به نظام پادشاهی، این اصل کلی است که اکنون رژیم سیاسی ایران و در رأس آن شخص اعلی حضرت همایونی
تصمیم قاطع دارند که بیش از پیش در هر زمینه‌ای به تحولات عینی و ریشه‌ای اجتماعی دست زنند. اگر دکتر شریعتی در یکی از سخنرانی‌های عمومیش این تملقات به اعلیحضرت همایونی را و یا همکاری مداومش را با نیروهای امنیتی علناً مطرح می‌کرد، هرگز صدها جوان بیچاره و ناآگاه گول او را نمی‌خوردند تا برای خواندن یک کتاب مورد آزار قرار بگیرند. یعنی برخلاف این جو کاذبی که حول علی شریعتی طی این 25 سال را افتاد، به یک تله واقعی برای نسل جوان در دوران محمد رضا شاه بود تا جوانان و پرشور و انقلابی، چه آنها که هدف مبارزه مسلحانه داشتند و چه کسانی که در خط مخالفت عقیدتی با رژیم بودند، در قالب کارهای شریعتی ابراز و وجود نموده و به دام رژیم و دستگاه امنیتی بیفتند. اصلی تا این مسئله زندگی مرموز شریعتی که بدون شک با آگاهی و ذکاوت ویژه در خدمت سرویس اطلاعاتی بود، جریان خروج او از کشور است. بر اساس چند سند بر جای مانده از ساواک، آنگونه پیداست که علی شریعتی بدون اجازه دستگاه از کشور خارج شده است. وجود این اسناد دلیل قاطعی بر این مسئله است که علی شریعتی توسط بخشی از ساواک حمایت می شد. البته دو نفر از مأموران بلند پایه که هم اکنون در قید حیات نیستند، فریدون کمانگر و جمالی یا کمالی، مثل تیمسار بهرامی رئیس ساواک خراسان، مجذوب فریب و افسانه سازی و افسونگری شریعتی شده بودند، به گونه ای که این دو مأمور ساواک نیز حرف تیمسار بهرامی را زده و حتی در پایین اسناد ساواک اظهار عقیده کردند که علی شریعتی به رژیم معتقد است و می تواند خدمتکار خوبی باشد. خروج علی شریعتی با پیشنهاد یکی از مأموران بلندپایه ساواک عملی شد. خروج علی شریعتی با پیشنهاد یکی از مأموران بلندپایه ساواک که همکنون در قید حیات است عملی شد. پس از مرخصی شریعتی از کمیته مشترک ضد خرابکاری، شخصیتی از ساواک مرتب برای دیدن وی به خانه‌اش در کوچه نادر پلاک 10 جمشیدآباد شمالی می آمد. و در یکی از همین دیدارها دو سال و اندی پیش از آزادی او به شریعتی پیشنهاد کرد تا پاسپورت تازه‌ای گرفته و از کشور خارج شود. البته به گمان من وی با پاسپورتی از کشور خارج شد که در سال 50 صادر و در سال 56 فقط تمدید شده بود. در دروغ‌های زندگی علی شریعتی آمده است که وی نه با نام علی شریعتی که با نام علی مزینانی پاسپورت گرفته است و لذا ساواک متوجه خروج او نشده است. غافل از آن که اولا علی شریعتی فقط یک شناسنامه داشته است و ثانیا این که اسم او در شناسنامه و مدارک رسمی مزینانی بوده است و شریعتی لقب پدرش بود که به او هم اطلاق می شد. مثل امروز که تمامی فرزندان او نام فامیلی مزینانی دارند، اما همه آنها را به نام شریعتی می شناسند. دست‌های مرموز پیوسته در نیروهای اطلاعاتی کشور که نقش مهمی در بت‌سازی شریعتی داشتند، همانها نیز وی را از کشور خارج کردند و خود سند ساختند و مدعی شدند که با نام علی مزینانی خارج شد و ما نفهمیدیم. نکته بسیار جالب دیگر این که شریعتی در تمامی مراحل زندانش نه تنها حقوق کامل خود را دریافت می کرد، بلکه در سال 52 که وی را بازنشست کردند، به او حدود 22 سال سابقه خدمت دادند. یعنی تمامی تحصیلات او در دانشکده پاریس و مشهد نیز به حساب کارکرد او گذاشته شد. فقط خواجه شیراز از خروج شریعتی بیخبر بود. با سپاس از مهربان یار گرامی ناصر محمدی که بسان بسیاری از هممیهنان نازنین مرا مورد مهر خود قرار داده بود، لازم به تأکید و تأیید این مسئله است که بر اساس همان محاسبه 621 سال اختلاف سال میلادی با شمسی، کنفرانس الجزایر در پنجم ماه مارس 1975
که برابر بود با 15 اسفند ماه 1354 برگزار شده است. اما دکتر علی شریعتی در شب آخر اسفند 1353 که می شود 19 مارس 74 از زندان آزاد شد. البته یک بار دیگر از مهر سرشار ناصر محمدی سپاسگزارم. از سوی آنقدر در زندگی دکتر علی شریعتی جعلیات و دروغ و نفاق وجود دارد که لیست کردن آنها خود نیازمند نگارش چند صد صفحه کتاب است و این دروغ‌ها آنچنان ناشیانه بوده است که بارها و بارها تضادهای فاحشی در نگارش تاریخ و سرگذشت علی شریعتی پدید آورده است. مثلا همین دروغ واسطه شدن الجزایر برای آزادی شریعتی. خانم شریعتی در صفحه 190 تحریر از یک زندگی مدعی می شود که عبداللطیف خمیستی وزیر خارجه الجزایر با شریعتی هم کلاس بوده است و همو سال 1975 خواهان آزادی شریعتی شده است، در صورتی که عبداللطیف خمیستی چندی پس از استقلال الجزایر کشته شد. یعنی هنوز شریعتی در پاریس دانشجو بوده است که عبداللطیف خمیستی وزیر می شود و کشته می شود و شریعتی 2 سال بعد یعنی 1964 برمی گردد به ایران و از همه مهمتر سال 1975 تمامی استخوان‌های مرحوم عبداللطیف خمیستی هم خاک شده بود، چه رسد به آن که مرده سالها پیش بخواهد شفاعت شریعتی را بکند. در جاهای دیگر از رئیس جمهور کنونی الجزایر به عنوان وزیر خارجه آن وقت الجزایر یاد شده است که پیش از این نیز درباره دروغ بودن این مسئله که بوتفلیقه واسطه شده بود شرح دادم. پس از این که شریعتی به درخواست ساواک چند کار در ضدیت به مارکسیسم و تأیید تاریخ و تمدن ایران انجام می دهد و در روزنامه کیهان چاپ می شود، دست های مرموز درون دستگاه حکومتی او را به خارج از کشور روان می کند. در رابطه با خروج علی شریعتی از کشور نیز دروغ های فراوانی گفته و نوشته شده است که در این جعلیات و دروغ پردازی ها دست هایی از ساواک که حامیان همیشگی شریعتی بودند نیز به چشم می خورد. بر اساس چند سندی که در همین نوشته کلیشه شده است، از روزگاران قدیم دستگاه حکومتی ایران می دانسته است که نام علی شریعتی در شناسنامه و پاسپورت و غیره علی مزینانی است. پاسپورتی که وی با آن برای تحصیل به فرانسه رفته بود و پاسپورتی که در سال 50 صادر و وی با آن به عربستان و سعودی رفته بود با نام علی مزینانی بود و کلن شریعتی یک لقب بود برای وی و پدرش. اما با یاری خود ساواک و نیروهایی که مجذوب به همکار شریعتی بودند به دروغ اسنادی را جعل کردند که کلیت ساواک از خروج وی بی اطلاع بوده است. علی شریعتی با پیشنهاد و هدایت و راهنمایی یک مقام بلند پایه ساواک از کشور خارج می شود. اما طی سندی در 16 خرداد 56 مدیر کل اداره سوم دستور می دهد تا لیست مسافرین 27 اردیبهشت را در اختیارش بگذارد، در صورتی که علی شریعتی در 26/6/56 از کشور خارج شده است و پیش از خروج از کشور 10 نفر در ایران از سفر وی آگاه بودند. و چطور می شود وقتی 10 نفر از دوستان و فامیل شریعتی از سفر او به خارج آگاه بودند ساواک بیخبر باشد؟ علی شریعتی برای خداحافظی با محمد همایون بنیانگذار حسینیه ارشاد به اتفاق چند نفر به بیمارستان می رود. همایون از دیدن دکتر و اینکه عازم سفر خارج است بسیار خوشحال شد. صفحه 221 طرحی از یک زندگی. خانم دکتر شریعتی نیز شب قبل از سفر تعدادی از خیشاوندانش را برای خداحافظی با شریعتی به خانه دعوت می کند. گیومه: روز قبل از حرکت من و اقوام خودم را به بهانه دیدن علی به خانه خودمان دعوت کردم. شب خوبی بود. آن شب هنگام خداحافظی علی آهسته به برادرانم گفت که فردا قصد سفر دارد
و علت سفر را هم به آنها گفت. صفحه 221 تری از یک زندگی. فقط برادران پوران خانم و زن و فرزندان و غیره آنها بالای 10 نفر می شوند که از سفر دکتر خبر داشتند. بعد از این گودبای پارتی درست شب سفر نیز یک مهمانی دیگر ترتیب داده می شود. شب 26 اردیبهشت 1356 خواهرم، خواهر پوران خانم، من و خانواده‌ام و خانواده خواهر و برادران دیگرم را به منزلش دعوت کرد. به من گفته بود که این مجلس تودیع و خداحافظی با علی است. آن شب علی هنگام خداحافظی به نوعی از همه حلالیت طلبید. داخل پرانتز تری از یک زندگی. گودبای پارتی های دکتر شریعتی به خانواده‌اش منحصر نبوده است، بلکه دوستان تاجر ایشان نیز برایش چندین میهمانی می‌دهند. از جمله رادنیا، عبدالله رادنیا میگوید دکتر جریان دریافت پاسپورتش و خرید بلیط را همان روز پنجشنبه به من اعلام اطلاع داد. من همان روز عده‌ای از دوستان حسینیه ارشاد را به منظور دیدن دکتر و خداحافظی با او برای شام دعوت کردم. آن شب دکتر به همراه خانمش حدود ساعت 10 آمدند و تا ساعت 2 بعد از نیمه شب ادامه من. صفحه 220 طرحی از یک زندگی. دوستان انجمن اسلامی مهندسین هم برای دکتر یک گودبای پارتی سازمان می دهند. خانم دکتر شریعتی می نویسد فردای آن روز جمعه هم دوستان انجمن اسلامی مهندسین به مناسبت عید قربان یک میهمانی در کرج تشکیل داده بودند. ما را هم دعوت کردند و ما به کرج رفتیم. با این تفصیلاتی که شرح دادیم و این همه جشن و گودبای پارتی برای افسونگر و فسانه پرداز پررنگ دوران ما جای تعجب است که تفلکی ساواک که آن همه هارت و پورت تاریخی داشته و دارد از سفر این دروغ پرداز بزرگ بی خبر باشد. خبری را یک نفر بداند خبر مخفی نیست. آنگاه علی شریعتی در چندین میهمانی با حضور 10 نفر به عنوان خداحافظی شرکت کند و رژیم از سفر او بی خبر باشد، آن هم در صورتی که تنها کسی که از سفر او بی خبر بوده است شخص خواجه حافظ شیراز بوده. از همه مهمتر، هنگام سوار شدن به هواپیمانی جناب رادنیا با آن هیکل درشت و شاخص خود و حمید شریعت رضوی و پوران خانم و غیره نیز در فرودگاه شریعتی را بدرقه می کردند و زیر ذره‌بین فرودگاه بین المللی تهران نیز دکتر شریعتی به چشم نیامده است و بدون اطلاع ساواک از کشور خارج شده است. عجبا از این همه دروغ های شاخدار و افسانه پردازی های مزبرانه. علی شریعتی با کمپانی سابنا در 26 اردیبهشت به آتن می رود و در 24 ساعت در آتن گردش می کند. روز بعد به بروکسل رفته و 2 روز در بروکسل می ماند و از آنجا به انگلستان می رود. در انگلستان با دکتر علی فکوهی پسردایی خانمش تماس گرفته و به خانه آنها در شهر ساتهمپتون می رود و پس از 1 هفته اتومبیل خریداری نموده و از خانوادهش در تهران می خواهد که به او بپیوندند. علی شریعتی از طریق زمینی و دریا با اتومبیل خود به جنوب فرانسه رفته و چند روزی با حسن حبیبی دیدار و گفتگو می کند. حسن حبیبی که به عنوان آچار فرانسه نظام جمهوری اسلامی شناخته شده است، از ابتدا تا به امروز نقش مهم و حساس و ویژه‌ای در رابطه با حفظ منافع استعمار در ایران داشته است. هنگام بازگشت از جنوب فرانسه، علی شریعتی در مرز انگلستان به علت پاسخهای دروغ دادن به مأموران گمرک و پلیس بازداشت می شود. علی شریعتی گمان می کند پلیس انگلستان را هم می تواند بازی بدهد، اما با شکست مواجه می شود و به خاطر هیچ و فقط دروغ بافی بازداشت می شود. دکتر فکوهی مجبور می شود برای آزادی شریعتی به پلیس مرزی مراجعه کند. وقتی به آنجا رسیدم دیدم که دکتر در اتومبیل خود نشسته و 2 پلیس انگلیس در طرفین او نشستند و
و پلیس دیگر هم پشت فرمان ماشین است و می‌خواهند دکتر را به اداره مرکزی ببرند. من به محض دیدن آن وضع به آنها گفتم شما نباید با این آقا چنین رفتاری بکنید. ایشان یک دانشمند و نویسنده ایرانی است و برای استادی دانشگاه ساوثهمپتون تقاضای کار داده است. داخل پرانتز صفحه 240 طرحی از یک زندگی. جالب است که دروغ پردازی های شریعتی برای دولت فخیمه انگلیس هم دنبال می شده است. کسی که مدرک تحصیلش در خود ایران به زور پذیرفته شده بود و به زور پارتی بازی و عنوان استادیار آن هم چند سباهی کار کرده بود، رفته بود انگلیس تا استاد دانشگاه ساوثهمپتون شود. باری دکتر فکوهی ادامه می دهد. با وجود این پلیس هر کدام از ما را به اتاقی جداگانه برد و چندین ساعت بازجویی کرد. هدفشان این بود که بدانند آیا جوابهای من و دکتر با یک دیگر همخوانی دارد یا نه. بالاخره بعد از 7 یا 8 ساعت گذرنامه علی را به او دادند و ما از آنجا خارج شدیم. بدون شک این بازداشت جدی ضربه مهلکی به قلب شریعتی می زند. علی شریعتی خانه ای را از یک پاکستانی اجاره می کند و چشم به راه زن و دخترانش می ماند. روز 28 خرداد ماه دو دختر شریعتی به او می پیوندند. شب را با آنها می گذراند و فردا صبح پرونده زندگی وی برای همیشه بسته می شود. خانم ناهید فکوهی می گوید آن شب تا ساعت 11 همه دور هم نشسته بودیم و حرف می زدیم، ولی دکتر ساکت و غمگین و گرفته بود. حدود نیمه شب علی فکوهی و ناهید به خانه خودشان می روند. دکتر هم به اتاق خوابی که در طبقه پایین داشت می روند که بخوابد. دکتر به سارا می گوید لیوان آبی برایش ببرد. پس از گذشت مدتی یک استکان چای می خواهد. به نظر ناآرام می رسد و خوابش نمی برده است. فردا صبح ساعت 8 ناهید و علی فکوهی برای بردن خواهرشان نسرین به خانه می آیند و در می زنند، ولی کسی در را باز نمی کند. مدتی هم پشت در می مانند تا نسرین از خواب بیدار می شود. او که برای باز کردن در به طبقه پایین می آید می بیند که دکتر در آستانه در ورودی اتاق به پشت افتاده و بینیش به نحوی غیر عادی سیاه شده و باد کرده است. جریان را به برادرش می گوید. ناهید نبض دکتر را گرفته و می بیند نبض او از حرکت ایستاده است. علی فکوهی فوراً به اورژانس بیمارستان ساوثهمپتون تلفن می کند. پس از معاینه نظر می دهند که دکتر درگذشته است. فکوهی به خانه دوستش می رود. جریان را به او می گوید. شخص اخیر هم خبر واقعه را تلفنی به چند نفر از دوستان دکتر اطلاع می دهد. فکوهی از آنجا خبر را تلفنی به دکتر رضا در ایران اطلاع می دهد. داخل پرانتز طرحی از یک زندگی. ملاحظه می شود که در عرض چند دقیقه ده ها نفر در انگلستان و ایران از خبر درگذشت علی شریعتی آگاه می شود. دروغ دیگر در رابطه با شریعتی به همین مرگ او مربوط می شود. از سوی خانواده وی مطرح می کنند که ساعتها پس از مرگ وقتی از سفارت ایران در لندن برای کمک کردن به آنها تماس می گیرند، آنها متعجب می شوند که چطور ساواک به این زودی با خبر شده است. چند ساعت پس از مرگ، در صورتی که چند دقیقه پس از مرگ خانواده فکوهی به دوستان و فامیل بسیاری خبر داده است و مشخصا توسط همین افراد شخصی هم به سفارت خبر داده است. شادروان تیمسار جواد معین‌زاده که بارها سعادت آن را داشتم تا در دفتر پاریس پذیرای آن باشم، به من اطلاع داده بود که توسط مخبرینی از مرگ دکتر شریعتی با خبر شدیم. خانواده شریعتی نیز در همان هنگام علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و حتی از انجام کالبد شکافی دوری جستند. بعدها که مرگ شریعتی طعمه خوبی برای تبلیغ علیه رژیم شده بود، فرزند وی مدعی شد که ما به خاطر این که رژیم جسد را ندزدد کالبد شکافی نکردیم و پیکر را به سوریه بردیم، که این همه از همان 2700 دروغی است که خود شریعتی، خانوادهش و دوستانش برای بهره تبلیغی بردن مطرح کرد. جسد علی شریعتی تبدیل به یک طعمه بسیار بزرگ تبلیغاتی شد برای کمونیست ها،
فلسطینی‌ها و گروه‌های مسلح اسلامی. در این بازی فرزند 19 ساله شریعتی که در آمریکا بود وارد بازی شده و بازیچه دست فرصت طلبان شد. هرچند خود او نیز به تبعیت از پدرش در 2700 دروغی که در باره شریعتی همه گیر شده است، حتی تا به امروز نقش بسیار فعال و حساسی داشته است و امروز نیز به طرز ماهرانه او به سان پدرش با نظام اسلامی همراهی می کند. در مراسم یادبود شریعتی یاسر عرفات، چمران، قطبزاده، امام موسی صدر و خلاصه تمامی رادیکال های عرب و مسلمان شرکت نموده و جسد علی شریعتی را که از نوجوانی با رژیم پادشاهی و نیروهای اطلاعاتی همکاری پیگیر داشته بود تبدیل به گلوله‌ای کردند علیه نظام پادشاهی که زمین ساز اصلی انقلاب و سرنگونی شکوه و عزت سربلند میهن ما بود. نفتی که در آن سال به 36 دلار رسیده بود امروز پس از 25 سال در همان حد باقی مانده است، در صورتی که اگر میبایست سیر ترقی اصولی خود را طی کند یک بشک نفت امروز میبایست به حداقل 300 دلار به فروش میرسید. شریعتی و دست‌های پنهانی که از او بتی بزرگ ساختند اصلی ترین عوامل سقوط ما بودند. جهان با برنامه ریزی دراز مدت پیش می رود. اما ما کجاییم؟ در میان ما ایرانیان دو تفکر و اندیشه وجود دارد. یکی کسانی که به تفکر توطئه و دایجان ناپلئون بودن رویدادها باور دارند و دیگر کسانی که چنین باوری را قبول نداشته و تفکر توطئه را رد می کنند. اگر خردمندانه به جهان و سیاست جهانی بنگریم همواره کسانی در زندگی و امور دنیوی موفق و پیروز شدند، با برنامه و نظم کار کرده و برای دراز مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی کردند. هیچ تحول و دگرگونی، کشف و اختراع، ترقی، پیروزی و رشد در جهان بدون تفکر و برنامه ریزی نبوده است و نخواهد بود. پس آنگاه که برنامه ریزی مثبت وجود دارد، برنامه ریزی منفی و توطئه‌آمیز نیز وجود دارد. تمامی کشورهای پیشرفته جهان همچنان که برنامه های یک ساله و دو ساله و پنج ساله دارند، برنامه های 10 ساله و 5 ساله نیز دارد. وقتی آمریکا دستگاه های خود را به مارس میرساند، یعنی این که این دستیابی حداقل از 40-50 سال پیش برنامه ریزی شده است. پس جهان خردمند با برنامه و تفکر دراز مدت کار می کند. ما از هنگامی که از خود بی خود شده ایم و در تله تاریخی تفکر تازیان افتاده ایم، هر روز به فکر رهایی همان روز خود بوده ایم و رهبران ما نیز بسیار کم بودند که به فکر دراز مدت برای کشور باشد. بدون شک رضا شاه یکی از مفاخر بزرگ تاریخ سیاسی ایران بود که برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت فراوان و افتخار آفرینی برای ما داشت، اما نتوانست به آرمان‌ها و آرزوهای خود برسد، زیرا که استعمار نوین توانست برنامه‌های خود را به مرحله عمل برساند. بدین رو سقوط شکوه و عظمت معاصر ایران که می‌رفت پنجمین قدرت جهانی بشود نیز با طرح‌های از پیش برنامه ریزی شده عملی شد که در این سقوط بر اثر نفوذ بیگانگان در دستگاه‌های حکومتی و امنیتی توانستند زمینه آن را فراهم آورند. یکی از آنها همین افسانه علی شریعتی بود که به طور خلاصه شرح دادیم تا راه گشا باشد برای پژوهش‌های عمیق‌تر و اصولی‌تر و پربارتر. ما فقط دریچه‌ها را باز کردیم. محمد همایون، بنیانگذار حسینیه ارشاد که در سال میلیون‌ها تومان تجارت ماشین دو طبقه با انگلیس داشت، بدون محاسبه وارد میدان نشده بود. علی شریعتی توانست با مذهبی و سیاسی نمودن روشنفکران و دانشجویان و دانشگاهیان تیر اعتراض را تیزتر بسازد. در این شکی نیست که تحصیل کرده های ما از دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و غیره، هرچند در رشته‌هایی که درس خواندند متخصص و دانا و فرهیخته‌اند، اما در امور تاریخ، مذهب و غیره به علت عدم تحقیق و تحصیل
ناآگاه و بی اطلاع بوده و هستند. بدین رو وقتی کسانی مثل دکتر علی شریعتی پیدا شدند و با آن شیرین زبانی سحرآمیز مذهب را رنگی زدند که خوشایند آنها آمد، همه آن را پذیرفتند و بدین سان بود که انجمن مهندسین و غیره نیز در بزرگ کردن او نقش مؤثر داشتند و بسته بودن جو سیاسی آموزش کشور در آن دوران موجب شد تا همه در تله شیرین سخنوری دکتر شریعتی بیفتند. آنان که برنامه سقوط ایران را نیز طراحی کرده بودند و مایل به اجرای آن بودند، او را بت دوران ساختند و تمامی امکانات را برایش فراهم نمودند. امروز خود سازمان سیای آمریکا اعتراف نموده است که سقوط اتحاد جماهیر شوروی برنامه ریزی شده بود. خب چطور می شود سقوط اتحاد جماهیر شوروی برنامه ریزی بشود، اما سقوط کشوری مانند ایران که پلیس خلیج فارس بود و قدرت و شوکتی بزرگ داشت با ارتشی نیرومند برنامه ریزی نشود؟ پس از سقوط شوروی با استانهای سابق ایران چون تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و دیگر استانهای دیگر چه باید کرد؟ آنها با ایران پادشاهی چه خواهند کرد؟ بدون شک اگر آن شوکت و اقتدار سالهای 1970 ایران وجود می داشت که صدام حسین در الجزایر دست شاه را می بوسد و پیمان صلح امضا می کند، تمامی آن استانهای از دست رفته ایران به ایران مقتدر پادشاهی ثروتمند می پیوستند. اما با استقرار حکومت ملاها نه تنها دیگران به ما میلی نداشتند که امروز خود ملت ایران که 90% آنها به خیابانها ریختند و مرگ بر شاه گفتند، خواهان نابودی و حذف این نظام هستند. ملاها آنچنان به قدرت رسیدند که خودشان فکر آن را نمی کردند، اما استعمار نوین برنامه ریزی را کرده بود. خمینی در انتخابات نخستین ریاست جمهوری اسلامی ملاهایی چون بهشتی و آیت الله طالقانی را از نامزد شدن منع کرد و خودش رفت به فیضیه قم، اما او را دیگر بار به میدان سیاست آورده و نه تنها آخوند رئیس جمهور شد که رئیس مجلس و قضاوت و همه چیز ایران رسما به دست روحانیت افتاد و این از پیش برنامه ریزی شده بود، زیرا خمینی سالها پیش از انقلاب کتاب ولایت فقیه را نوشته بود. این طرحی بوده و هست که از سالها پیش برنامه ریزی شده بود. نخست بزرگ کردن اسلام برای زدن کمونیسم، دوم استقرار نظامهای اسلامی و جنگ تمدنها تا به بهانه نبرد با تروریسم سیاسی اسلام منابع نفتی جهان در تصرف کامل قرار بگیرد و به جای پرداخت بودجه‌های چند میلیارد دلاری برای پایگاه‌های نظامی در کشورهای جهان سوم، خود آنها از جهان متمدن دعوت کنند تا برای نجاتشان نیرو بیاورند و حتی هزینه آنها را نیز پرداخت بنمایند. بر همین اساس است که سپرده‌های چند میلیارد دلاری ایران، کویت، سعودی و آمریکا نه تنها صفر شده است که همه به غرب بدهکارند. اینها همه عملیات برنامه ریزی شده خردمندان حاکمان به جهان بود و در همین راستا میبایست اسلام سیاسی، مردمی و همگیر بشود و از ایران آتش شعله‌ورش کمربند سبز را بگیرد و جمهوری اسلامی در ایران، پاکستان، افغانستان، موریتانی، سودان، عراق و فردا در عربستان سعودی، سوریه، لیبی و مصر مستقر شود. برای اینکه بتوانیم پرونده دکتر شریعتی را ببندیم، میبایست به سه گروه فرقان، ارشاد رزمندگان اسلام داخل پرانتز آرمان مستضعفین اشاره کنم. ارشاد با مسئولیت خود من از فردای 22 بهمن فعال شد و در بهمن 1358 امتیاز نشریه ارشاد به نام این جانب صادر شد. در آن هنگام من 22 سال داشتم و آتش فشانی بودم از شور و شوق انقلاب به سان دیگر همسن و سالانم.
اما از همان نخست ما شعارمان ضدیت با روحانیت و قدرتگیری آنها بود. بر همین اساس به مجرد این که دکتر میناچی از وزارت ارشاد کنار رفت، نشریه ارشاد ما نیز نخستین نشریه‌ای بود در تاریخ حکومت ملاها که ممنوع شد. اما ما توانستیم حدود یک سال پس از توقیف آن را چاپ و منتشر کنیم. فرزندان علی شریعتی از سال 58 تا 65 با من بودند و حتی در بحث آزاد مطروحه تلویزیونی سال 1359 که من و طاهر احمدزاده میبایست به عنوان مخالف اسلام فقاهتی در بحث ها شرکت کنیم، آنها و دیگر هواداران شریعتی ما را تنها وارثان آن را و اندیشه می دانستند. اما در سال 65 طی یک سخنرانی در پاریس با عنوان فراتر از شریعتی برای نخستین بار راه نقد او را گشودیم. فرزند شریعتی به پدرش به عنوان یک پدر و منبع درآمد مالی می نگرد و جریانها و شخصیتهای ایرانی و غیر ایرانی را نسبت به برخوردی که با علی شریعتی دارند و ورانداز می کند و دریافت کمک مالی معنوی از هر کس و گروه را عیب نمی داند. بیاد دارم نماینده قذافی در روزهای نخست انقلاب به تهران آمده بود و در ضیافتی که من دعوت بودم پسر دکتر شریعتی را نیز با خود بردم. او از چگونگی انتشار ارشاد پرسید. گفتم هفته یک بار با تیراژ 30,000 نسخه. نماینده قذافی گفت باید روزانه بشود و در تیراژ 100,000 نسخه. من با خنده پاسخ دادم که متاسفانه امکانات مالی نداریم. گفت شما نگران آن نباشید، ما هستیم. من خنده را به خشم تبدیل کردم و گفتم ما هرگز از بیگانه کمکی نمیگیریم. فرزند شریعتی پرید وسط حرف من و گفت لیبی برای ما بیگانه نیست. گفتم برای من هست و از جلسه خارج شدم و آن نخستین اختلاف ما بود تا اینکه در سال 65 نیز وقتی زمینه‌های تماس رژیم را با آنها احساس کردم طی مقاله‌ای با عنوان بیت امام شیادان و اپوزیسیون فمیلیال از تماس سید احمد خمینی برای به ایران بردن فرزندان شریعتی پرده برداشتم. امروز پس از 18 سال آن طرح رسمی شد و آنها به ایران بازگشتند تا با انجام سخنرانی و نشر آثار علی شریعتی یک بار دیگر جو ایران را مذهبی کنند. واژه ملی مذهبی ها که از ساخته های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و تشکیل انجمن های گفتگو و دموکراسی همه زمینه های نفوذ رژیم در میان ایرانیان خارج بود که فرزند دکتر شریعتی در لانس نمودن آنها نقش مؤثر داشته است. از همان روزی که رژیم از زبان به اصطلاح اپوزیسیون ملی مذهبی را سر زبان ها انداختند، ما افشا نمودیم که این خط رژیم است تا به بهانه ملی بتواند مذهبی ها را سازمان بدهد. البته این شگرد وزارت اطلاعات با همکاری فرزند شریعتی پس از آن که پیمان ها و صحابی ها و غیره از آن آگاه شدند به شکست منتهی شد و امروز از آن چیزی به جز یک سایت اینترنتی ملی و مذهبی ها باقی نمانده است. هرچند فرزند شریعتی طی نوشته‌ای اداره سایت ملی مذهبی ها را تکذیب کرده است. ضرورت نبرد سپید و خردگرایانه ملت ایران برای استقرار نظامی لائیک و متکی به فرهنگ و تمدن کهنسال و انسان دوستانه ایران بزرگ ایجاب می کرد تا علی شریعتی روی میز جراحی تاریخ قرار بگیرد تا راه را ببندد برای این که یک بار دیگر نظام اسلامی از شریعتی ها، از موسوی و غیره بخواهد بهره ماندن بیشتر ببرد و از هان گول خورده 30 سال اخیر را روشن کند. avesta.net با W سیاوش اوستا. پایان کتاب. آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد.
با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. www.avoyabooth.com